نام خداوند جان و خرد، خانم ها، آقایان، با سلام عرض ادب دارم. در برنامه اندیشه های امشب پای صحبت های اندیشمند خوبمون دکتر بامبان، رابرت بامبان خواهیم نشست و همونطور که اطلاع دارید در مورد نیروهای نظامی ایران در مقابلش خاورمیانه و آمریکا صحبت خواهد شد. قبل از اینی که صحبتم رو با ایشون شروع بکنم، خدمتتون عرض کنم که ایشون به بنده عنایت فرمودن و سه تا از کتابهایی رو که ایشون از 40-45 تا کتابی که نوشتند برای من آوردن، که یکیش از طرف Institute of Historical Studies چاپ شده به نام The Military History of پارسیس، یعنی تاریخچه نظامی ایرانیان، و دیگری هست The Military History of America آرمنیا که این رو هم برای من آوردن. و اما یک جزوه خیلی کوچیکی هم دارم به نام The Path of Cosmetics Philosophy که این جزوه بسیار قشنگی است که من خیلی دلم میخواد بخونم. اینها رو بهتون نشون دادم که بدونید که وقتی که ما داریم در مورد مسائل نظامی صحبت میکنیم، جناب دکتر بامبان در چه حدی نسبت به این مسائل مطلع هستند. وقت رو تلف نمیکنم و جناب بامبان سلام قربان. درود بر شما. بفرمایید. من اصلا سوالی ندارم. ارتش چیه؟ ارتش کیه؟ ارتش به چه درد میخوره؟ این همه پول، این همه خرج باید بشه که یه نیروی به وجود بیاد واسه چی؟ لولوه برای ترسوندن یا باید واقعا به درد کاری هم میخوره؟ خدمتتون عرض کنم ارتش به طور کلی یک نهادی است غیر سیاسی که دولت‌ها آنها را تایید میکنند و ابزار کارشون رو برآورده میکنند و مردمی هم که شهروند یک کشور هستند با پرداخت بخشی از مالیاتشون به دولت ارتش رو تغذیه میکنند، تغذیه مالی میکنند. کار ارتش در تمام این کشورهایی که الان رسمیت دارن، از تقریبا تمام کشورهایی که عضو سازمان ملل هستن ارتش دارن، به جز چند جزیره کوچیک هست که تحت لمایه بعضی کشورهای بزرگ هستن اون ارتش ندارن. ولی این ارتش ها به طور کلی از حریم زمینی، هوایی، دریایی دفاع میکنن در مقابل حملات دشمن. گاهی هم میبینیم در طبیعت انسانه که این ارتش دفاعی تبدیل میشه به یک ارتش تهاجمی که بعد خب جنگ ها پیش میاد و از بین میره. مسئله که ارتش تفاوتش با دیگر اتفاقاتی که در زندگی میفته و ما بهش میتوجهیم اینه که ارتش اجازه کشتن داره. این دولت ها تایید میکنن کشتن، حالا چه این دولت نظامی باشه چه مذهبی باشه، اجازه میدن که با کسانی که به حریم شما تجاوز میکنن آنها رو بکشید. ولی در خیابون اگه یه نفر با یه نفر دعوا کنه، یه مش بزنه تو صورت اون، میره 6 سال زندان میره. پس در نش اینا منافع، حفظ منافع نقش مهمی رو داره. اما ابزار کار این ارتش چیه؟ به طور کلی اسلحه هست دیگه. ما وقتی که تاریخ بشر رو نگاه میکنیم میبینیم در تقریبا 2 میلیون سال پیش هومو هوبیلیوس اولین گروهی بودن که از انسان‌ها، اولین گروهی بودن که اینا اومدن از سنگ یک وسیله‌ای درست کردن. هیچ حیوانی، هیچ موجودی در طبیعت نمیتونه اسلحه درست کنه بجز انسان. در طبیعت انسان این امتیاز هست که حیوانات دیگر ندارن، که با بکارگیری مغز و دستا هماهنگی اینها اسلحه درست میکنه. اولین اسلحه هم که درست شد، اولین وسیله هم که درست شد، تبر بود. تبر سنگی بود، یه چوب و یه سنگ بود با الیاف گیاهی اینا رو بستن شد تبر، که البته در اون دوران اولیه 2 میلیون سال پیش برای مبارزه با حیوانات، کشتن حیوانات بود. بعد همدیگر شروع کردن کشتن، منتها 350,000 سال پیش به عنوان وسیله رزمی استفاده کردن. قبل از اون سنگ و نیزه اینا بودن، که نیزه چوبی بود که تیز می‌کردن به جای نیزه. ولی چند تا وسیله که به هم دیگه پیوند بزنن و وسیله مخصوص درست کنن اسمش بزنن اسلحه، تبر سنگی بوده است. شما ببینید الان 350,000 سال تجربه تحول و تکامل در این
اسلحه سازی هستش. هیچ وسیله‌ای در این دنیا، هیچ چیزی در این دنیا نیست که تجربه این به این طولانی داشته باشه. کمی پیش صحبت می‌کردیم تلفن‌ها 10 20 سال دیگه چه خواهد شد. شما فرض محال محال نیست، فرض محال ما اومدیم 350,000 سال دیگه اگه بیایم بیرون کره زمین، خواهیم دید این سیستم‌های تلفنی، سیستم‌های ارتباطاتی، رادیو، تلویزیون چقدر تحول کرده. اسلحه این نقشو داره، یعنی 350,000 سال دوران تحول و تکامل، از تبر سنگی تبدیل شده به کشتی هواپیمابر، موشک‌های قاره‌پیما، بمب‌هایی که می‌تونه دنیا رو چندین بار از بین ببره. شما فقط امریکا و انگلستان در نظر، امریکا و روسیه رو در نظر بگین، هر کدوم 7050 بمب اتم دارن که هر کدوم 100 برابر بمبای قدرت هیروشیما رو دارن که میتونن دنیا رو هزارها بار از بین ببرن. حالا کشورهای دیگه هم جای خود. و این تکنولوژی یک وسیله درآمدی هم هست، از این نظر که بعد از مواد غذایی در دنیا پرفروشترین واردات و صادرات برای کشورهاست. یک کشورهای تولید میکنن، یک کشورهای وارد میکنن. هیچ کشوری هم بدون اسلحه نمیتونه ارتش داشته باشه و با ورد خوندن و دعا کردن نمیشه دشمن رو دور نگه داشت. اما این ارتش ها دو گروه هن. از ابتدا، از زمانی که پیدا شد، از زمان پیدایش اینا، یه کیفیت دارن یا کمیت دارن. امروز هم بسیار به همین صورته. ارتش هایی که متعلق به کشورهای صنعتی هستن، متعلق به کشورهایی هستن که از نظر قدرت مالی ما میتونیم اینا رو کشورهای پیشرفته بگیم، از نظر فناوری، از نظر تولید، از نظر دانش به اصطلاح صنعت، اینا کشورهایی هستن که اسلحه تولید میکنن و تجربه میکنن و اینا رو میفروشن. یه کشورهایی هم هستن که کشورهای مصرف کننده هستن، خودشون ممکنه اسلحه تولید کنن ولی در اون حدی نیست که بتونن فرض کنید مقابله بکنن. خودشون میخوان. مثلا ایران به 37 کشور اسلحه میفروشه. از این 37 کشور 7 کشورش هم اروپایی، ولی چیزی که میفروشه در اون حدی نیست. ما زیردریایی که ما خودمون درست میکنیم در ایران یا کشتیایی که درست میکنیم اینا در واقع، یا اون هواپیمایی رو که جمع و جور میکنیم به عنوان هواپیما درست میکنیم، اینا قابلیت آنچنانی در مقابل توانایی و فناوری مثلا کشورهای پیشرفته نیستن. لذا کیفیت و کمیت اگه نگاه کنیم در شرق و ایران و خاورمیانه به طور کلی رو کیفیت زیاد بحث نمی‌کنن، کمیت. اگه یادتون باشه وقتی جنگ تحمیلی بود، جنگ ایران و عراق بود، شعار بین مردم بود که آقای خمینی گفته ما ارتش 20 میلیونی داریم. یعنی نمیگفت ما ارتشی داریم که از کیفیت بالایی برخورداره. کمیت مطرح می‌شد. در زمان قبل از اونم، در زمان دوران شاهنشاهی، ما ارتشی داشتیم که میگفتن ارتش پنجم غیر اتمی جهانه، که البته اون چیزی رو ثابت نمیکنه. با همینا سیما میگفتیم 350,000 تا سرباز داریم، یعنی ارقام نقش بازی میکنن. و الان هم اگه کتبای تاریخی رو بخونیم، مخصوصا یونانی ها درباره ایران که مینویسن، میگن مثلا اسکندر با 8,000 سوار و 20,000 پیاده نظام اومد، در مقابل ایران 240,000 سرباز آورده بود. این ارقام همیشه کنار هم دیگه میذارن. و اگر کمی جدی هم به مسئله نگاه میکنیم، میبینیم بی تاثیر نیست این مسئله. وقتی که جنگ ایسوس، که یکی از چرخش های فکری بزرگ نظامی در، یکی از 10 چرخش فکری بزرگ نظامی در تاریخ کهنه، میبینیم ارتش ایران که رفته بود با یونان، مقدونیا به جنگ، حالا یونان اسم کلیشه ولی مقدونیا بودن ارتش اصلی، ما در مقابل یه ارتش کوچیک قرار داشتیم. ارتش ایران به طور کلی یک به اصطلاح دست راست داره، دست چپ داره، بدنه میانه داره و دوم داره، دوم به ارتش داره در سابق، و اونایی که پشت ارتش میان برای پاک کردن و جمع کردن و مراقب دشمن از عقب حمله نکنه. این ارتش از نظر تکنولوژی شجاع بودن، قوی بودن، همه تمرینات نظامیش هم کرده بودن، منتها تکنولوژی فناوریشون برابری نمی کرد با اونچه ارتش مقدونی ارائه داده بود. وقتی که پدر اسکندر فیلیپ دوم زندانی میشه در یک جنگی و 3 سال در تعب زندانی بوده، میبینه از زندان که در اونجا چجوری مردم تعب، شهر تعب، نیزه های بلندی دارن و با این نیزه ها چه امتیازی دارن وقتی که در جنگ، میدانهای جنگ تمرین میکنن. وقتی که خودش بعد آزاد میشه برمیگرده به پارمینیون، یکی از جنرالاش، میگه نیزه هایی که ما درست میکنیم برای آینده که بریم ایرانو بگیریم، اون موقع امپراتوری ایرانو بگیریم، البته خودش به اونجا نمیریزه، کشته میشه، اسکندر میره، ولی فکر مال اون بوده. اینا میان نیزه های ساریسا رو درست میکنن که اینا 6 متر طول داشتن و در مقابل نیزه ایرانی که 1 متر و 80 سانتی متر بود و زیرش هم یه گویی داشت که به جای گرز استفاده میشد که نمیتونست اینا رو پرت کنی، چون اگه بخوای پرت کنی مسیر به اصطلاح انحراف پیدا میکرد.
اینا می اومدن سپرها رو روی خودشون می گرفتن، به اینا می گفتن سینداخمان، نوع سینداخما بود، یعنی این سپر لاک پشتی بود، حالت لاک پشتی بود که تیر و تیر بسا کمان و نیزه هایی که پر می کمانه می کرد اونور می آن، اینا می اومدن یواش می اومدن جلو، یا به صورت مثلثی بود یا مستطیل یا مربع، و در محلهایی که اینا انتخاب می کردن برای جنگ، تنگه ها طوری بود که کناره های سپاه جای مانور سوار نظام ایران نبود، محل اونو انتخاب کردن. و دیدیم که در همین جنگ ایسوس که میگم ما شکست خوردیم، چون از نظر فناوری اون به اصطلاح امتیاز نداشتیم. البته بلا فاصله برای جنگ های بعدی ما فهمیدیم که چه کار باید بکنیم. اون موقع مرکز تسلیحات ارتش ایران در شرف مرو بود، مارگونا میگفتن، که تران کارمنداش و مهندسین و ایناش بیشتر هم مال روم بودن. اونا هم اومدن شروع کردن نیزه رو درست کردن، ولی به موقع برای جنگ‌های دیگه نرسید. ولی این منظورم این بود که فناوری و این تکنولوژی تکامل و تحول که میگم در اسلحه هست چقدر اهمیت بیشتری داره تا اینکه تعداد، یعنی همیشه کیفیت ارزشش بالاتر از کمیته. بعد میایم میبینیم در تاریخ ملل در گذشته در اروپا و امروز و در تاریخ کهن کشور ما، ایلات نقش مهمی دارن. فکر ایلات، ارتش ایلاتی همیشه در ایران بوده و هست، الان هم هست و الان بهش میپردازیم چرا این فکر هست. ولی اگه ما نگاه کنیم به تاریخ کشور ما، میبینیم اولین بار مادها همین کار کردن، یک ارتش ایلاتی درست کردن. یعنی این ایلات چجوری، حالا اینا میگن اینا یک گویش مخصوص دارن، هر ایلی برای خودش گویش داره، مثلا لوری لوری صحبت میکنه، نمیدونم کرد همچنین، و این گویش ها باعث میشه که اینا با هم دیگه اتحاد پیدا کنن. لباسی که میپوشن به اینا کمک میکنه اتحاد پیدا کنن، سنتی که دارن، حتی غذایی که میخورن اینا رو مجزا میکنه از ایلات دیگر. ممکن همه زیر یک چتر یک سرزمین زندگی میکنیم، ولی این تفاوت وجود داره. وقتی که مادها اولین زمان دیاکو بود، وقتی که اینو درست کردن، ارتششون رو درست کردن، و برای این درست کردن که هر سال اون موقع امپراتوری آشور میومد حمله میکرد به ایران و به قسمت شمال غرب ایران، میخواست از اونجا بره به لاجورد که افغانستان امروزی باشه، که اونجا رو فکر میکنن در ضمن آخر دنیاست. وقتی هم به افغانستان رسیدن دیگه نرفتن اونور، گفتن اینجا اگه کمی اونور تا بریم آخر دنیاست، میریم برگشتن، یعنی به اونجا هم رسیدن. ولی منظور اینا میومدن هر سال 50-60 هزار نفر از مردم ایران رو میبردن، به عنوان اسیر میبردن. بعد قلعه سازی درست شد در ایران که قلعه های هفت دیواره میگفتن، یعنی هفت تا دیوار دفاعی داشت و ارتش ایلاتی. این فکر ارتش ایلاتی موند و هر وقت در ایران در یک زمانی در یک دوره میبینیم که حکومت مرکزی ضعیف میشد، که خودش هم یک ایلاتی بود، چون ایلات همیشه کرنش به رهبر ایل داشتن و اون پادشاه میشد، وقتی که یک حکومت ضعیف میشد، یکی از این ایلات که قوی تر بود با دو سه نفر از ایلات دیگر یا همپیمان میشدن، یا اگه خودشون این توانایی داشت، وقتی فرسودگی و فرتوتگی حکومت مرکزی میدود خودشون به پادشاهی میرسیدن. اما اگه برگردیم به ارتش های پیش از اسلام در ایران و بعد از دوران ماد، ما میبینیم مثلا هخامنشیان وقتی اومد در سر کار، هخامنشیان ایل نبودن، من خاندان بودن، ولی کاری که میکردن فکر ایلاتی بود. یعنی اینا 200 تا دولت شهر داشتن و شهر داشتن و خشترپوان ها را، یعنی اون حاکمان را که میفرستادن، اون موقع هر کی میرفت حاکم میشد فامیل هخامنشی میگرفت، در نتیجه به چشم مردم عادی ارتباط پیدا میکرد با سلطنت، ارتباط پیدا میکرد با پادشاهی. فکر میکردن این 200 حاکمی که هستن همه جزء خاندان، و این یک طریقی بود که مردم یک کرنشی به این حالت داشتن. اما ما میبینیم وقتی که این دوران هخامنشی تمام میشه، بعد از شکست با از مقدونی ها، سلوکیان میان ایران. سلوکیان هم البته یه مقداری با ایرانی قاطی شدن، 70 و اندی سال هم در ایران موندن، آخر از ایران رفتن. اونا هم سعی کردن که این به اصطلاح مستقل بودن و از ایلات دیگه خودشون نگه دارن، ولی ایلات در دائم در ایران نارمی ایجاد میکردن، مخصوصا خود یونانیایی که در ایران بودن. مثلا جنگی که در نزدیک مورچه خورد بین سپرداران نقره‌ای به آنتیگون یک چشمی که از سردارانی بود که اینا همه سنشون بالای 60-70 بود، با چیز سلوکوس جنگیدن، برای این بود که نارامی در کشور بود، اون هر کسی که قدرت داشت میخواست به قدرت برسه، ایلات بود، فکر ایلاتی بود. بعد از اینا، بعد از رفتن سلوکیان از اینا که رفتن طرف دمشق و اینا، ما میبینیم ایل هوچی آپارنی میاد در ایران که اینا اشکانیان هستن، که 240 ایل هستن، 4 مرکز رو در ایران دارن به عنوان فرپای تخت،
اینو تقسیم کرده بودم، مجلس مهستانو دارم و در این 240 ایلی که اونجا هستن باز فکر ایلاتی حکومت میکنه. یعنی هر وقت یک پادشاهی که از کار برکنار میشد به خاطر ضعف، به خاطر پرسودگی یا هر چیزی، ایلات باز جمع میشدن یکی رو انتخاب میکردن. این دوره‌ای بود که زیاد هم به مذهب توجه نمیشد. اشکانیان وقتی که این فکر ایلاتی رو 300 اندی سال در ایران نگه داشتن، شاید هم بیشتر، در ارمنستان یه 100 سال هم بیشتر بود، همین خانواده در ارمنستان هم حکومت میکردن یه 95 سال بیشتر. بعد میبینیم ساسانیان میان. ساسانیان وقتی میان سر کار ایل ندارن. اینا چی دارن؟ اینا هزارها موبد دارن. اینا یک حکومت مذهبی هستن و تمام مراسم مذهبی دارن، مثل اون حکومتی که الان در ایران هست، منتها اون موقع حکومت زردشتی بود. اینا برای خودشون ایل درست کردن، یعنی ایل کاذب درست کردن و تمام مراسم ایلی بود، همونجور که الان ما میبینیم. شما اگه مثلا یکی از نوشته های سان دیدن اون موقع رو ببینید که توضیح میدن چه جوری بوده است، مثلا میگه با برآمدن آفتابی کباب های خیلی بزرگی داشتن که موبد موبدان باید اینو می آورد با طوری نگرم داشت که نور آفتاب این میفته و انعکاس میداد روی بسیار پایه بلندی بوده که تمام سپاه میده. بعد اسب مهر می اومد بدون سوار که بزرگترین اسب بوده. بعد اراده اهورمزدا بود. تمام این برنامه هایی که شما میبینید، بعد هزار سوار میاد، بعد سربازان جان سپاس میان، تمام اینا مراسم مذهبیه. یعنی این مراسم مذهبی حکومت میکرد بر فکر مردم و در این دوران خوندن و نوشتن رو ممنوع کرده بودن، یعنی مردم رو از اندیشیدن دور کرده بودن. در دوران ساسانی که 333 سال هست، ما 6 کتاب غیر مذهبی داریم و این 6 کتاب غیر مذهبی آن هم نوشته شده در تعریف و تمجید پادشاه. خدای نمک‌ها که هستن، اینا همش تعریف از پادشاه است، بقیه همه مذهبیه. فقط کسانی که پیر بودن اجازه داشتن بنویسن، یعنی خانواده مخصوصی بودن که اجازه نوشتن مطالب مذهبی می نوشتن. پس مردم با یک فکر مذهبی بزرگ شدن. ارتش هم ارتش مذهبی بود. 300 و چند سال میشه؟ 7-8 نه اصلا 333 سال. اینا منتها این فرسوده شد، این پوسیده شد. ضمن که صحبت سان بود، سان لغت، حالا یه پرانتز باز کنم بگم، این اصلا یک واژه مغولی است، ترکی است. سان از واژه سانماغ میاد، یعنی شماره، شمار کردن سپاه. سان هم دو جور داریم، الان هم دو جوره. یکی اینه که رژه است، رژه اونه که به اصطلاح سربازا از جلوی فرمانده رد میشن، یکی اونه که فرمانده از جلوی سپارت میشه، که اون سان دیدن اون یکی رژه دیدنه. ولی خب حالا این از اون مطلب دور نشیم. این تا قبل از اسلام بود. اسلام که اومد به ایران، این سیستم از بین برد و ایلات اسلام اومدن ایران، یعنی مسلمان اومدن ایران. یعنی بر بسیاری از نقاط ایران، ما وقتی کتاب دو قرن سکوت رو میخونیم، بعد میگن این دو قرن سکوت تموم نمیشه، برای اینکه ایلاتی که اومدن ایران نرفتن، در خراسان موندن، در قزوین موندن، در نقاط خوش آب و هوا موندن. کی میخواست برگرده عربستان؟ اون گرما. اونایی که خیلی دور بودن رفتن بغداد، اونایی هم که جا خوش کرده بودن در تهران، در ایران بودن، تهران نه، ببخشید. منظورم جای خوب بود. و این فکر ایلاتی موند، کرنش به ایل بود. وقتی ما میگیم ترک‌ها قدرت میگیرن در به اصطلاح منطقه آرال و مثلا دریاچه آرال اون قسمت ها، باز هم کرنش به فرمانده ها خودشون، به رؤسای خودشونه. حالا بعد از اسلام ما 22 خانواده در ایران حکومت کردن. این 22 خانواده به جز در یکی دو مورد همه ترک نژاد و ترک زبان هستن و کرنش دارن به فرمانده خودشون، به رئیس خودشون. من یادم افتاد که این ایلاتی رو که اشاره می کردید، یادمه در جشنهای شاهنشاهی رژه‌ای که می رفتن آدم های ایلاتی بودن، لباس های مختلف ایلات بودش، به همین دلیل سربازه رژه اینو از روی ساسانی ها برداشته بود. چون ساسانیان مثلا میگه هزار سوار میرن، بعد هزار تا سوار میاد با نیزه های پایین، هزار تا سوار میاد با نیزه های بلند، بعد جان سپاسان میان یا پسرموهای شاه میان. پسرموهای شاه یک نیروی بوده، هزار سوار بودن، که با هزار سواری که گشتاس داشت، پدر داریوش در همدان، اون نیست، اونا شمشیر داشتن و اینا. این هزار سوار کسانی بودن که جان کوروش رو در یک مرحله نجات داده بودن. این انتخاب کرده بود به نام گارد لایزل. این گارد یا لایزل بعدن میشه گارد جاویدان و گارد داستان داره. ببخشید، خواهش میکنم. اما در بعد از اسلام ما یک دورانی میبینیم باز همین خانواده ها هستن، باز کرنش به رهبر ایله، ولی در یک دورانی میبینیم چنین نیست. و
وقتی صفوی میان سر کار اینی نیست، منتها این هم حکومت مذهبی است. وقتی صفوی میان سر کار اکثر ایران سنی هستن، 4-5 نقطه هست، در واقع 8 نقطه هست در ایران که اینا شیعه هستن، منتها خیلی منسجم، خیلی با همدیگر در ارتباط، از این موضوع استفاده میکنن، اینا رو وارد به اصطلاح تشکیلات خودشون میکنن، خودشون هم فرقه ای بودن به اصطلاح نیمی درمیشی اگه بخوایم بگیم، که فرمت فریماسونری مثل این که تشکیلاتشون اداره میکردن. حالا نمیدونم اون چجوری بوده، ولی به هر سان اینا وقتی میان اینا ایل درست میکنن، یه اسم ایل هم میذارن شاه سوان، دوستداران شاه. اما این دوستداران شاه کی هستن؟ اصلا توشون ایرانی نیست، ارمنی هست، گرجی هست، چچن هست، لاز هست، چرکیز هست و به اصطلاح عرب هست. اینا رو جمع میکنن در یک جایی، در یک به اصطلاح جمع اینا میشه ایل شاه سوان که تا امروز هم هستن، گویا الان در منطقه دماوند اینا روغن میفروشن، مثلا روغن فروش. ولی اینا ایلی که درست میکنن فکر همون بوده، چون این ایل تبعیت میکرد از چه کسی؟ تبعیت میکنه از به اصطلاح فرمانده خودشون. این یک دوره ای است که در دوران ما به اصطلاح صفوی میبینیم و دوباره ایلات میاد. ایلات میاد، ما اصلا الان در یک کتابی که مال چاپ ارتش مال سال 1033 مال راهنمای ایران نشریه این زمان خدمتتون عرض کنم. بگی تصویر این کتاب رو ببین چه کتاب جالبیه. این اولین راهنمای ارتش بود که نوشته میشه. بله، زمان رزمارا. فکر نادرستی است، یعنی میگه پس از دوره های شوکت و جلال خیره کننده زمان شاه عباس کبیر و قدرت و افتخار نادرشاه شهیر که همسایگان را سخت به بیم و هراس واداشته بود، ارتش نباید همسایگان را به بیم و هراس واداره. بعد شکایت میکنه چرا همسایه میخواد در کار ما دخالت کنن. وقتی شما ارتشی رو درست میکنید که تهاجمی باشه، وقتی نادرشاه ما میستاییم به عنوان یک پادشاه بزرگ ولی میبینیم تهاجم کرده به یک کشور دیگه، خب از دید دیگران اونا میان توطئه میکنن، این خیلی طبیعی است. این شکل وجود داشت. باز میرسیم به یه دوران قاجار که 150 سال در ابتدا قاجاریه ایلشون میجنگیدن، بعد دیگه پراکنده شدن، رفتن زمیندار شدن، فقط بعضی از شاهزادگان موندن به عنوان رؤسای به اصطلاح تشکیلات نظامی. در دوران آخر، یعنی بعد از 149 سال که داشت دیگه پایان میرسید و سردار سپهی اومده بود و رئیس ستاد شده بود و خودش هم شناختی داشت از اینا، افرادی رو انتخاب کرد از برای خودش که اینا رو بعد که اگر حکومت عوض میشه، حالا حکومت جمهوری بشه، پادشاهی بشه، دیکتاتوری بشه، هر چی که میخواد بشه، اینا رو داشته باشه، چون ایلی نداشت که و میدونست که الان ایلاتی هستن در ایران که دارن قدرت میگیرن. از 1906 و 7 و 8 دوران اول مشروطیت همینجوری بختیاری داشت قدرت میگیرید و بختیاری هم یه تماسایی با انگلیسی ها داشتن و انگلیسی ها حالا نمیدونم چه کسی به اینا البته در پابلیک ریکورد آفیس هست که به بختیاری قول داده بودن که یک حکومتی به شما خواهیم داد. بختیاری انتظار داشتن که پادشاهی بعد از قاجار به اینا برسه. رضا شاه از این مسئله مطلع بود و میدید که اینا قدرت میگیرن، سمسام و سردار اسد و غیره، اینا اصلا میان قزوین رو میگیرن، بعد میان تهران رو میگیرن، بعد اسلحه ها رو پس نمیدن. وقتی که دیگه یپرم خان به عنوان اولین رئیس شهربانی میخواد اسلحه ها رو از اینا پس بگیره، پس نمیداد کسی اسلحه رو، با ما جنگ کردیم. رضا شاه احساس میکنه که اینا اگر به کار اینا خاتمه نده، باز اینا یه حکومت ایلی درست میکنن، لشکر میکشن. برای این اومد یک ارتشی درست کرد، ارتش شاهنشاهی که به عنوان یک ارتش نوین ایران ساخته شد در زمان رضا شاه. ارتش تهاجمی نبود، ارتشی بود که همون کاری که رضا شاه میخواست انجام بده، یعنی سرکوبی سران ایلی که در ایران یاغی هستن و میبینیم میره با شیخ غزل طرف میشه، میریم با نمیدونم ذل السلطان و این یکی اونو که تمام کشور ناآرام بود، یکی یکی با اینا برخورد میکنه. ایلی که درست کرده بود، حالا من میگم ایل و ایل نیست، منتها فکر ایله، یعنی سربازان کرنش دارن نه به ایران، اولین کرنششون به پادشاه است و پادشاه میشنند، نظامیان اولین کرنششون به پادشاه است، رهبر ایله، رهبر فرماندهی ایله، فکر همون ایله. و با رفتن ایل، فرمانده ایل، تو فیلم های سوخپوستی کابایی دیدیم وقتی رئیس قبیله سوخپوستا میره، نیرو هرچه زیاد باشه میزنن در میان. چرا؟ برای اینکه فرماندهی، اون که هرم و نگرمی داره، اون که این همه چی رو میتونه با خودش نگه داره، اون فرد تک رهبری فکری در ایلات هست، در ارتش ایران هم بود و ارتش نوین هم هیچ تفاوتی از این نداشت.
وقتی که رضا شاه در 1125 میاد سر کار و کارشو که انجام میده، قبل از اونم با سرکوبی میکرد ایلات. اتفاقا هم موقعی که کودتا کرد اومد سر کار، با ضربه حکومتی اومد سر کار، هم موقع رفته بود شمال برای سرکوبی مخالفان، اونایی که مخالف دولت بودن، دولت وقت بودن. ما این دوره رو میبینیم، یعنی این ارتش رو میبینیم که ایلاتیه، ولی زمانه داره در اروپا عوض میشه، اخبار میاد، اخبار از چه اتفاقاتی در اروپا داره میفته و ایران به خاطر وضع خاصی که داشت، آلمان‌ها به ایران نزدیک شده بودن، انگلیسی‌ها مراقب ایران بودن، منافعی داشتن، روس‌ها یه نظر دیگه‌ای داشتن، ولی فکر نظامیگریشون در رضا شاه بیشتر از دیگر فرماندهان بود و خودش هم سابقه آشنایی با نظامیان آلمانی هم داشت، با البته با انگلیسی هم در تماس بود غیره اینا. این شروع میکنه ارتشی درست کردن که یک آمادگی داشته باشه که این ارتش بتونه از مرزا هم دفاع کنه. فقط با اون ارتشی که درست کرد، این یک خلای این وسط افتاد، ارتش اون شکلش داشت عوض میشد. ما البته در زمانی که جنگ شد 18 لشکر داشتیم، یعنی وقتی که نیروهای خارجی وارد کشور ما شدن، بیگانگان، ما 18 لشکر داشتیم، 200,000 سرباز داشتیم، ولی این 18 لشکر آمادگی ذهنی، آمادگی فکری و آمادگی توانایی این رو نداشتن که در مقابل ارتش انگلستان و روس و بعد امریکا کیفیت اصلا مثلا وجود نداشت. حتی در بعض جا مقاومت شد، ولی از بیخبری مقاومت شد. ما 6 تا هواپیما داشتیم افتادن، از این 6 هواپیما 4 تاش داشتن فرار می‌کردن، تمام ناوامون و کشتیامون غرق شدن. بله، ما ناو ببر رو اینا زدن، ولی خب فرمانده نیروی دریایی ما که گشته شد بایاندور، همون شب رفته بود سفارت مثلا شرکت نفت مهمونی بود که خبردار بشه اونجا چتربازان بلوچ انگلیسی دارن حمله میکنن، میان که به پادگان برسه یه بمبی میخوره، خودش کشته میشه. اتفاقا بهتون بگم خیلی جالبه، در همین لس آنجلس یک سرهنگ مبصری بود، ارتباطی نداره با تیمسار مبصر، سرهنگ مبصری بود از نیروی دریایی که نگهبان بوده اون شب در و زخمی میشه و تا آخر زمانی که در اینجا بود هنوز به خاطر اینکه به عنوان زخمی جنگی از دولت حقوق میگرفت، این سرنگ مبصر بود. حالا اینو وسط گفتم به این صورت. ولی اون بایاندور که میمیره، چند نفر دیگه میمیرن، اینا انگلیسی ها شب اینا رو برده بودن که سر کار نباشه، که ببینن چه میشه. ولی در جاهای دیگه مثلا در شمال یک پادگانی در رضایی جنگید، اینا 900 کمتر از 1000 نفر بودن، 945 نفر بودن، اصلا زمین نذاشتن، جنگیدن رفتن ترکیه. ترکیه اینا رو گرفت، تا آخر جنگ نگه داشت، تا پایان جنگ دوم جهانی. بعدن تحویل ایران داد، یک بیل خیلی بزرگی هم فرستاد هست که من اینا رو نگه داشتم، خود خوراکشون دادم، هزینهشو بدین، که ایران هم شکایت میکرد اینا رو به قسمندی کرده بود، کم کم میداد. این یک مسئله بود در موقع. ما 6 تا هواپیما افتاد، دو تاشون در موقعی که با هواپیمای روسی روبرو شدن، یه هواپیمای روسی رو زدن، خودشون هم سقوط کردن. یک زرقامی بود، تیمسار زرقامی بود که با سوار نظام سربازاش خواستن با نیزه حمله کردن با نیروهای تانک انگلیسی. یعنی از این اتفاقات میافتاد، منتها از بیخبری بود. بعد شاید دو سه روز نمیدونستن که ماجرا چیه. و این ارتش به اون صورت اصطلاح افت کرد. وقتی هم که فرمانده ایل، رئیس ایل، حالا من ایل میگم قصد توهین ندارم، فقط بیان نیرو توجیه کردن وضعیت فکری سربازان در دید و برداشتی که از یک فرمانده خودشون دارن، از رهبر خودشون دارن. وقتی که رهبر رفت، فرماندهان دیگری که بودن، نخشوان و غیره غیره اینا بودن، اینا اون قدرت رو نداشتن که تاثیرگذار باشن به روی مردم، روی ارتش. ارتش هم واقعا پراکنده شده بود، با خیلی به صورت خیلی بیچاره‌ای پراکنده شده بود، طوری که بلافاصله به اینا که می‌رفتن دهاتشون تو بیابون‌ها، به اینا شروع کردن با ماشینا آب رسوندن، خوراک رسوندن، چون خیلی‌هاشون داشتن تلف می‌شدن. 1941 میشه و رضا شاه از مملکت میره و بهش توهین میکنن و اول میبرن هند و به اون صورت که میدونید بالاخره در غربت فوت میکنن. ارتشی که میمونه ادامه اون ارتشه، ادامه اون ارتش، یعنی ارتشی نیست که عوض شده باشه. ارتش حالا دیگه این ارتش تهاجمی نیست. شاه فقید هم که میاد سر کار، دیدگاهش نسبت به این ارتش، اون ارتش که ارتش شاهه. و این ارتش شاه در 21 آذر به تشویق خارجیان و شکل دادن به این، همون ارتش شاهش نگه میدونه، یعنی مبارزه با ناآرامی‌هایی که در کشوره. البته بعد از اینی که متفقین از ایران خارج میشن، یعنی انگلستان و امریکا میرن، روس هم خارج میشن، منتها عوامل عنصر روس ها میمونن در شمال غرب ایران، حکومت های حکومت مهاباد و پیشوری و اینا
را میافتن و اون تشکیلات درست میکنن تا اجازه مجوز میگیره ارتش که با اینا روبرو بشه و میره در قزوین میرن، بعد از قزوین حرکت میکنن، اولین برخورد در قزوینه، بعد میرن تا 21 آذر پیش میاد و دشمنو به اصطلاح نیروهایی که روسا رفته بودن، یه ده از اون به اصطلاح مجاهدینی که نیمه استقلال میخواستن و فدراتیو میخواستن کشور اداره بشه در منطقه خودشون، اونم از کشور میرن یا گرفتار میشن، اعدام میشن غیره. این ارتش چی میشه؟ فکر همون ایلاتیه. این دفعه دوباره همون ارتشه با رهبریت شاه محمد رضا شاه، فرزند رضا شاه، ولی فکر همونه. باز همه کرنش و اطاعت از فرمانده دارن، ملی گرایی در وهله دومه و این ارتش ارتش تک رهبره، یعنی یک تک رهبر دارن و فقط به اصطلاح به همون مسئله ایلی که گفتم، منتها ایل ندارن، ایلش ارتش، ارتش شاه شده. این مسئله ادامه پیدا میکنه تا یه مدتی و باز میبینیم نارامی ها در کردستان شروع میشه، در نمیدونم منطقه قشقایی نارامی ایجاد میشه، اینا ماجراهای 28 مرداد پیش میاد، مصدق و غیره. امریکایی بعد از این وارد میشن، بعد از اینکه 28 مرداد میشه، بعد از جنگ جهانی دوم اصلا کم کم داشتن سهمیه نفت و بخشی از نفت رو میخواستن از انگلستان، همه انگلستان میبود که میخواست خوشم به مقدار ببره. اینا که وارد میشن، ارتشی رو تهیه میکنن که کارایی خیلی خوبی داشت، ارتش رو تهیه میکنن که توانایی داشت، منتها منافعی رو حفظ میکرد که از نظر خود امریکا به سود ایرانه، ولی در حقیقت نبود. من نفهمیدم. پس تا 28 مرداد ارتش ایران یک ارتش مبارز نبودش. من نه، مسئله مبارز نیست، ساختار ارتش طوری بود که این ساختار ارتش بعد از شاه، اون موقع بعدش هم برای اشرا بود، منتها تنظیم این شاه، ببین 9 تا لشکر درست کرده بودن، با لشکر یک گارد که میشد لشکر شاهنشاهی بود، بعد لشکر خدمتتون عرض کنم لشکر تبریز بود، رضایی بود، لرستان بود، فارس بود، کرمان بود، خراسان بود، اصفهان، اهواز، و 4 تا تیپ مستقل هم بود. این تیپ های مستقل تیپ گرگان بود، تیپ گیلان، کردستان و کرمانشاه که اینا میتونستن به اونها برسن. به اگه این شکلی بود که امریکایی‌ها دادن به ایران. بعد از این ماجراهای 28 مرداد هم گفتن که خب ایران خطرش هست فقط روساست، آنچه که تهدید میکنه به ایران ایلات دیگه نیستن، برای اینکه با ایلات شما روبرو بشی ژاندارمری کافیه. اینو گفتن به ما هم قبول کردیم، چون اونام نیت بدی نداشتن، منتها شناختی که ما داریم از ارتش خودمون نوش و به اصطلاح ساختارش رو بهتر میتونستیم بشناسیم تا امریکایی که بودن. امریکایی منافع خودشون بود، انگلیسی منافع خودشون بود که با ارتش ایران داشتن حفظ میکردن، طوری درست کرده بودن اگر روسا حمله کنن، همین مانوری که الان ما الان تو تلویزیون میبینیم، این مانور مشترکی است بین امریکا و نیروهای امریکا و نیروهای ایران که اگر به ایران حمله بشه چه خواهد شد. بنا بود ایران 5 هفته یا 6 هفته بتونه مقاومت کنه و نیروهای حکومت مرکزی، خاندان سلطنتی و به اصطلاح رهبریت رو به کرمان ببره. در این مدت که الان اینجا به نام خورشید و کشور آزاد و کشور خورشید و کشور آزاد اینجا بیان میشه، اون موقع در ظرف 5 هفته نیروهایی که در جنوب بودن، نیروهای امریکایی و انگلیسی، بیان به کمک ایران و اگر چنین حمله میشد و به اصطلاح جنوب که مهمتر از شمال ایران بود از نظر منابع نفتی در اون زمان، حفظ بکنن. این بود که ارتش به این صورت شکل گرفت. شما ببینید، در نظر بگیرید کشورهایی که در همسایگی ما بودن، افغانستان و به اصطلاح بعد عراق، اینا داشتن کم کم از اون به اصطلاح حیطه فرماندهی یا زیر نظر بودن انگلیسی‌ها خارج می‌شدن و روس‌ها داشتن به اینا کمک می‌کردن. ارتش عراق یه کم کم ارتش روسی می‌شد دیگه، ارتش سابق انگلیسی نبود. 1933 اینا درست کردن ارتش کشور عراق درست کردن، ولی دیگه در سال 1950 و 51 و 52 و 53 کودتا چیز 28 مرداد هم بریان اتفاق افتاده بود، روسا در اونجا داشتن قدرت میگردن. الان فقط ما 1500-600 کیلومتر با روسا مرز نداشتیم، در واقع 4000 کیلومتر با روسا مرز داشتیم. اینه که این خطر بود، فقط از شمال نبود، از کنارم بود که روسا میتونستن از اونجا بیان. و ارتش عراق هم که درست شده بود، باز با فکر روسی درست شده بود. یعنی همونطور که ارتش ایران با فکر امریکایی درست شده بود که در موقع خطر چه کار بکنه، اونا منافع خودشون در نظر گرفته بودن روسا که در موقع خطر چه کار بکنه. اینه که در 1955 دیگه حالا دیگه یک پیمان بغدادی درست کرده بودن که پیمان بغداد
بساب کشور همسایه ما ترکیه بود، عراق، بغداد بود، پاکستان بود، ما بودیم اینا. بعد این تبدیل میشه به پیمان سنتو. در پیمان سنتو این کشورها بودن، انگلستان هم بود، منتها امریکا تعهد میکرد اگر در یک شرایط غیر عادی نیاز داشتین من همین دخالت میکنم. پیمان سنتو تا 1979 تا 57 که به اصطلاح سال انقلاب اسلامی بود، تا اینا اومدن این رژیم اومد اینا رو لغو کرد، این پیمان سنتو موقع بود، با همه اینا اون شکل بود، ولی نوع دید ما نوع به اصطلاح اون ایلی بود، منتها داشت از دست ما خارج میشد. این برای همین هم ما طرح مبارزه با بحران داشتیم. اداره دوم این طرح رو داشت، مسئولش هم یه شخصی بود، یه سرلشکر بود، این اواخر در همینجا بیمار شده بود به خاطر کهولت سن، باش صحبت میکردیم میگفت که چنین طرحی بوده، منتها خیلی ساده ازش میگذاشتن، یعنی پیش اومدن بحران در نظر نمیگرفتن، طرح بحران بحران بود که باش چجوری رفتار کنم، منتها خیلی ساده و کلاسیک ازش رد میشدن. این مشکلات ما داشتیم که نمیتونستیم برخورد کنیم. اینه که وقتی که انقلاب شد، با اینکه ارتش بود، توپ داشتیم، تانک داشتیم، سرباز داشتیم، نمیدونستیم چیکار کنیم، چون رهبر رفته بود، همون رئیس این رفته بود، اینایی که رؤسای کوچیک‌تر بودن این طرح رو نداشتن، چه طرحی داشته باشن با بحران چه جوری، این مشکلات رو داشتیم. ولی وقتی طرح بوده اون آقا رو نمیتونی اسمش بگید یا نمیخواید بگید که طرح اشاره میکرد، طرح برهان با بحران خلیل شجاعی، سرلشکر خلیل شجاعی. خب اگر طرح بحرانی بوده چطور اونا نمیدونستن؟ نمیدونستن اینا به صورت کلاسیک آموزش میدادن به افسرهاشون، ولی طوری نبود که مثلا تمرینات کرده باشن اگه چجوری باشه سرباز بیاد از کجا از کدوم پاده اونا باید در لحظه به اصلا به بحران رسیدن. ببینید یکی از مسائلی که مسئله بحرانه، پیش از در کشورهای امریکا، اروپای غربی بحران پیش از اینکه پیش بیاد سازمان‌های اطلاعاتی پیش‌بینی می‌کنن، یعنی میگن 5 سال دیگه ما بحران آب داریم، 10 سال دیگه مشکل غذایی داریم، 15 سال دیگه کشتیرانی ما در مثلا در خلیج فارس با مشکل روبرو خواهد. این پیش‌بینی‌های بحرانه، بعد بلافاصله کمیته‌های تشکیل میشن میرن حل بحران بکنن، ولی وقتی شهر ناآرام بشه اون شما بحران رو یک کمیته نیستش که بله یه حالت دیگه پیدا میکنه که به اصطلاح باش چه کاری انجام بده. به هر حال این شکل ارتش بود تا اون موقع و ما به اصطلاح امریکا شکل ارتش بود که امریکا برای ما درست کرده بود، پیمان سنتر هم درست کرده بودن برای اینکه اگر احیانا روسا حمله کنن چه بشه، که همون فیلمی بود که آقای کارگردان ما نشون میداد. بعد از این ماجرا ما میبینیم 28 خرداد پیش میاد، 28 خرداد ببخشید 15 خرداد پیش میاد، 15 خرداد محکی بود که دیدیم آمادگی نداشتیم برای اون چیز خیلی کوچیک، خیلی بزرگ باش روبرو شدیم، یعنی باز داشت بحران از دست خارج میاد. اینه که حالا به یک ببینم 15 خرداد چیز دو 15 خرداد بود دیگه. خرداد بعد بحران کوچکی بود؟ بله بحران کوچک بود، منتها ما باش برخورد اون وقت بزرگ کردیم، ما درست نتونستیم پیش بینی نکرده بودیم که چه میشه و چون پیش بینی نکرده بودیم با نیروی قهرانه اومدیم با مسئله روبرو شدیم. آقای خمینی که اومده بودن دفعه اول و گرفتن و بعد گفتن بورسا ترکیه یک سال اونجا بود و تبدیل شد، با اینا با آنچه که بود خیلی بزرگتر باش روبرو شده بودیم، یعنی نیازی به این چیزا نبود. اگر از نظر اطلاعاتی و از درست بود و نمی ترسیدیم چه کار باید بکنیم، خیلی راحت‌تر با این مسئله برخورد میکردیم. چنین شهر ناآرام نمیشد، نمیدونم مغازه ها جاها آتش نمی گرفت و یه در گرفتن، یه در اعدام کردن، یه در تعبید کردن، اینا با آنچنان باش برخورد کردیم که نباید میکردیم، یعنی اون از نظر کلاسیک یه کار اشتباهی کردیم. همچنین بعدن که این مسئله پیش اومد، بعد این بالاخره این ماجرا ارتش به این صورت امریکایی مونده بود تا کمی پیش نمیدونم گفتم درباره هوورکرافت یا نه خدمتتون، ما گفتیم بزرگترین ارتش هوورکرافت رو داریم در دنیا. وقتی که این آدم میشنوه فکر میکنه خب بزرگترین تعداد رو داریم، ولی 14 تا بیشتر هوورکرافت نداشتیم، کشورهای دیگه کمتر داشتن، خیلی چیزا رو نمیگفتیم، یعنی طوری میگفتیم که در سایه بمونه. مشکلات ما اینجوری بود، مشکلاتی که ارتش داشت اینجوری بود، هیچ نظامی به جز ژاندارمری تعداد 10000 سرباز زیر دستش نبود، همه 1000 نفر 2000 نفر 1400 نفر، هیچ تانکی از این جای دیگه نمی‌رفت تا ایران طوری درست شده بود که کودتا نشه.
شکل ارتش امریکایی که در ایران بود بعد از 28 مرداد که درست شد، امریکایی طوری درست کرده بودن ارتش رو که این ارتش نتونه کودتا بکنه. ما چند موردی که مثل مقربی و نمیدونم چند نفر دیگه که خود تیمور بختیار و به اصطلاح رزمارا اینا که میخوان کودتا کنن، اونقدر ساده کار رو میخوان انجام بدن که قبل از اینکه چنین چیزی انجام بشه چرا؟ برای اینکه اصلا طوری درست کرده بودن که مسئله کودتا نشه. اینه که وقتی انقلاب شد و به اصطلاح شورای انقلاب تشکیل شد و شهر شلوغ شد، شام که رفته بود، یعنی فرماندار این اصلا بالای تمس عقابی بدونی که باراشو بریده بودن، ارتش نمیدونه چیکار کنه، همه کاراری که میکرد اشتباه میکرد، ضمن اینکه توانایی کودتا هم نداشت چون بلد نبود کودتا کنه. اصلا این سالها آموخته بود که کودتا نکنه، ولی نیروشو داشت، پولشو داشت، سرباشو داشت. بعد سازمان های اطلاعاتی هم دستاشون جمع جور شده بود، بالاشو بریده شده، خیلی همه چیز دست به هم داد و به علت ضعف ما شکست خوردیم. هیچ، اینو خدمتتون بگم، دو تا تیم که با هم دیگه فوتبال بازی میکنن، بهترین فوتبال، یادم تیم فوتبال آقای باشگاه جعفری با تیم تاج بازی میکرد. جعفر، تیم باشگاه جعفری که پایین جدول بود به تیم تاج گل زد. گلزنش یکی بود، رهگذر بود فکر کنم اسمش، گل زد. حقیقت اینه که گل خورد تیم تاج، هر کاری کرد نتونست. نتیجه بازی چی بود؟ به خاطر ضعف تیم تاج، ضعیف‌ترین تیم اینا زد. ما نمیتونیم بهانه بیاریم، شکست بهانه نداره. ما بگیم شاه مریض بود، شاه رفت، اگر نیروهای مخصوص می اومدن این کارو میکردن، اگر آخوندار، این کتابایی که در این 30 چند سال دیدم نوشتن آیون، همیشه انگشت اتهام به سوی یکی دیگه است. من اگه نظامی ام انگشت کتاب نیستم شما رو مسئول میدونم، شما اگه نیستین اون یکی هیچ چیزی نمیگه آقا من باید یه کاری میکردم نکردم. اینه که آمادگی فکری این مسئله وجود نداشت. نظامیانم رفتن، کشته شدن، خیلی هم شجاع بودن، جلوی تیرم وایسادن، حتی بعضیاشون گفتن اصلا چشما رو نبندین، ما رو بکشین. شجاعت، مسئله شجاعت نبود که بگیم شجاع شده نبودن، خیلی هم شجاع بودن، با هر دشمنی هم حاضر بودن بجنگن، با قوی ترینش هم. اما بحران خودشون رو نمیدونستن چه شکلی حل بکنن. خدمتتون یه مسئله بگم، یکی از نظامیا که اینجا مرد چند سال پیش به خاطر بیماری مرد، سرلشکر عظیمی، یه روز تعریف می‌کرد، با حقیقت بود که آزادش دیدم، یه تپه بودش به نام تپه شاهپور بین مرز ایران و روسیه. اون از نظر تاریخی تعلق به ایران داشت، این با اسبش میره اونجا وا میسه میگه مال ماست. روسا تانک میارن که این بره، این نمیره، میگن آقا یه تیمسار اینجا وایساده نمیره، میگه این تپه مال ماست، اسمش هم شاهپور، از نظر تاریخی مال ماست. بعد از مسکو به این پادگان مرزی میگم آقا ول کن این تپه رو، بدین به اینا، مسئله مرزی درست نکنید. این اعتقاد به این چیز داره، منظورم اینه که نظامیان اعتقاد داشتن، ترسو نبودن، شجاع بودن، دلیر بودن، اما آمادگی فکری رو نداشتن و برنامه نداشتن. شما بهترین، من و شما میتونیم نخست وزیر باشیم، ولی موقع مدیریت نداشته باشیم چیکار میتونیم بکنیم؟ طرح مدیریت تخصصیه، ما آدمای تخصصی نیاز داشتیم، نداشتیم. اون گروهی که باید کودتا میکردن نداشتیم، هی بیخودی مانور میدادیم، واحدهای ویژه ما مانور میدادن، رژه میرفتن، نمیدونم. من یادم در همون روزا در مشهد خبرنگارا خارجی رو آورده بودن نشون میدادن که آقا ببینید ارتش داره چجوری رژه میره. گوینده بی بی سی گفت این آمادگی، اینا دارن میخوان کودتا بکنن، اینا دارن به ما نشون میدن. کودتا که از قبل اعلام نمیکنن، ضربه حکومتی، یعنی باید از یه جایی بیاد که خبردار نشه. بعدش هم که اومدن ضربه حکومتی بزنن، اون محققی و مهدیون و غیره و کودتای نوژه و دیگران، دیدیم اصلا این توانایی فکری نبود، مدیریت فکری نبود. ما ببینید بعد از اینکه رژیم سقوط میکنه، بختیار، شاپور بختیار، ازهاری، امینی، خدمتتون عرض کنم، آموزگار، بنی صدر، این پنج تا یه رئیس جمهور رو چهار تا نخست وزیر آموزگار به اینا اضافه کنیم، پادشاه، 18 تا ارتش بود داشتیم، نصف چند تاشو کشته بودن، چند تاش فرار کرده بودن، و صدها نماینده مجلس، یعنی 6 تا دولت قوی تر که ممکنه در ایران باشه در بیرون بود، اما کاری نتونستن بکنن، نه اینکه نمیخواستن بکنن، مدیریتشو بلد نبودن. ببینیم کی چی میگه، چراغ سبز کی میگه، نمیدونم چرا راست کی میگه. و در این 37 سال نتونستیم جا به جا بشیم. الان هم هر حرکتی من میبینم حرکت نیست، این جهش هم نیست، این به اصطلاح بیچارگی است، بیخبری است، ناآگاهی است. باید بریم یاد بگیریم، تا یاد نگیریم کاری نمیتونیم انجام بدیم، تو نمیتونیم انجام بدیم. به هر حال
این کودتا مثلا وقتی که شاه از کشور رفته بود، یه مقدار از نظامی ها رفته بودن، انقلاب شد و انقلاب به نتیجه رسید. یه عده از نظامی ها که من خوب یادمه، یه روز با تیمسار جم صحبت میکردم، ارتش بود فریدون جم، یعنی به قدر این عصبانی بود به این صورت شد. یک نفر، یک سرهنگ شهربانی در لندن به من گفت من خیلی ناراحتم، نمیدونم خیلی ها رو میگیرن در ایران میکشن، من سرهنگ شهربانی هم اینا، منو ببر با یکی صحبت کنم، یه جمع باشه، اویسی باشه. هنوز اویسی رو ترور نکرده بودن. اویسی هم یک کردستانی رفته بود، اومده بود، هنوز یه پولی هم از عراق گرفته بود، 2-3 میلیون دلار، اونتا دسترس نبود. جمع چون در یه خیابونی موند که نظامی های به اصطلاح کشورهای دیگه در اونجا زندگی میکردن، از نظامی از شیلی بودن، از آرژانتین بودن، جمع بود منطقه شینلین شینگیت، دیستو شماره خونش هم 260 شینلین شینگیت بود. تلفن کردم، خواهش کردم، گفت یه سرهنگی بیاد. گفت بیاد، حالا میخواد بیاد بیاد. گفت نمیخوام ببینمش، بیاد، چون از اینا خوشش نمیومد. این سرهنگو بردم اونجا، گفت که خب تعریف کن. گفت بله تیمسار، ما میخوام برم خدمت کنم، فلان کنم. خب گفت تعریف کن ببینم چی کاره بودی روزا. گفت ما 1400 نفر بودیم، حالا محل اسم نمیبرم ولی محلم نمیگم، ولی اونجا ایشون گفت اونجا بودیم 1400 نفر. اومدن 60-70 نفر با چوب و چما اومدن ما رو محاصره کردن. گفت خب شما چی داشتین؟ گفت ما 1400 نفر بودیم، اینو داشتیم، مسلسل داشتیم، اسکات کار داشتیم، روش مسلسل بود، دو تا مسلسل 50 کالیبر اینم داشتیم، اونم داشتیم. اینا همه گوش میکرد. بعد گفت خب چی شد؟ گفت هیچی، چون فرمان نداشتیم، دستور نداشتیم. من اومدم کنار یه افسر موند و با 7 تا سرباز گفتن ما تسلیم نمیشیم. گفت خب چی شد؟ گفت اونا رو کشتن، زبون اینو بریدن گوش. این پا شد کم داد بزنه، اینو بیرون کرد. به من گفت چرا اینا رو بودید؟ تا ما رو بیرون. گفت اینا لیاقت نداشتن، یا دستور نیومده چیه؟ تو اگه فکر داری باید فکر رو مثلا به عمل بیاری. این بود که در اون حالت انقلاب شد، که همه یه عده از نظامی ها در رده بالا رفته بودن، یه عده خودشون بازنشسته کردن، یه دو خود به خود بیمار شده بودن. تیمسار اخوی مثلا در 28 مرداد خیلی هم سالم بود، اینجا هم فوت کرد بیچاره. اون روز که 6 مرداد شد ایشون رفت بیمارستان، تا 29 مرداد اونجا ببینه بعد بیاد بیرون، بیمارستان ارتش رفته بود. منظورم اینه که یه عده اینجوری مریض شدن، یه دم گرفتار شدن، یه عده رو گرفتن، یه دم رفتن تسلیم شدن. وقتی قرنی گفت بیاین، آقای خمینی گفت نظامی رو ما میبخشیم، قرنی رو کرده بود از نظامیان بازنشسته بود که مورد تایید رژیم قبل نبود، درونش کرده بودن، اینو دوباره آورده بودن به عنوان رئیس ستاد موقت. میرفتن پیشش، میدیدن نظامی، میشناختنش دیگه. اینا از دستش کاری بر نمی اومد، یا میگفت خب فرار کنید، یا میگیرنتون و میگرفتن همه رو. این یه درو گرفتن، اون در بالای رو گرفتن، رسال لشکر رو سرتیب و مرتبه رو اعدام کردن. به این صورت شد ارتش مونده بود بی سرپرست، یعنی ارتش دیگه خطر کودتایی نداشت. در یک چنین شرایطی بود که شورای انقلاب تشکیل شد، و در یک چنین شرایطی بود که جمهوری اسلامی، دولت، اولین دولت جمهوری اسلامی تشکیل شد با بازرگان. اینجا نگرش داریم با عزتون، شما استراحتی بکنید بریم. واو چه چیزا آدم میشنوه. چند دکتر بابا، رسیدیم به انقلاب و جمهوری اسلامی. ما الان هم ارتش داریم هم سپاه داریم. سپاه مگه ارتش نیست؟ نه، خدمتتون عرض کنم همون فکر ایلاتی که خدمتتون عرض کردم در زمان رضا شاه ارتش شاهنشاهی تشکیل شد، که رضا شاه رئیس اون ایل باشه که باش ارتش، که در زمان صفویه ایل شاهسوان درست کردن که حامی نظام باشه، سپاه هم حامی ایله، در واقع ایلیه که از این نظام دفاع میکنه، جای ارتش نیست. وقتی که انقلاب اسلامی شد و شورای انقلاب تشکیل شد و دولت موقت شکل گرفت، دولت موقت زمان آقای بازرگان که دیگر هم توش بودن، اون مثلا سنجابی بود و یزدی بود و فروهر و اینا میخواستن ارتش دوباره یک جانی به ارتش بدن که ارتش دوباره بیاد. ارتش اصلا حال این مسئله رو نداشت، توهین شده بود، زخمی شده بود، رفته بود کنار. الان مثلا امروز بیشتر مسئله مرزبانی مال اوناست. اما یک نیروی بنا بود اونجا باشه، نه از ارتش میترسیدن، نه جمهوری اسلامی که اومد سر کار اصلا با ارتش کاری نداشت، چون میدونست این ارتش اهل کودتا نیست. ولی 16-17 تا گروه مختلف بود، مثل مجاهدین، نمیدونم پیکار، چپی، راستی، نمیدونم 16 حزب مختلف از کشورهای مختلف حمایت میشدن، مالی، تسلیحاتی، غیره. اونا با رژیم بودن که هر آن ممکن بود
با همدیگه جبهه بندی بکنن، یه روحانیون هم که چپ بودن وارد گروه های اونا بشن، حکومت رو از دست چیز در بیارن. روزایی که شروع بود خب کمیته های محلی شکل گرفت. کمیته های محلی مردم عادی بودن که الان میتونیم بگیم بسیجن. بسیجن میدونین دو قسمت، بسیجن نمیدونم فعال داریم نیمه فعال داریم که حالا به بحث امروز بر نمیخوره و اونا بیشتر دور مساجد هستن، اونا یک نیروی سوم سایه هستن. اما وقتی که به اصطلاح انقلاب شد و به اونجا رسیدیم که خدمتتون عرض کردم، آقای خمینی با آقای لاهوتی، آیت الله لاهوتی که نماینده شد در گیلان، قسمت گیلان صحبت میکردن، دیگران هم صحبت میکردن که این نیروی جدید ما سپاهی درست کنیم به نام گارد ملی. اما چون گارد بود اسمشو ملی بود، گارد شاهی به فکر اومد و ملی هم که زیاد جالب نبود. خود دولت بازرگان اینا فهمیدن که اگه این کارو بکنن بازرگان میاد اصطلاحی صاحب این گارد ملی میشه. یه آدمای جذب بجز این آقای لاهوتی که خدمتتون عرض کردم، آلاتپور بود، سازگارا بود، سنجقی بود، قرضی بود، خدمت عرض کنم که بشارتی بود که بعد تو کارهای امنیتی رفت، بعد ابو شریف بود، ابو شریف بعدن شد رئیس فرمانده اول عملیات سپاه که اسمش هم ابو شریف برای این بود که رفته بود لبنان دوره دیده بود، دو بار رفته بود اونجا، بعدش یه مدتی هم با سر چمران و این حرفا بود. نه چمران تو این گروه نبود. نه اون ابو شریف، این اسمش هم آقا زمانی بود چون خانواده اینا ساعت ساز بودن، آقا زمانی اسم اصلش بود. بعدش هم که اومده بود از وین، که اومد یه دفعه از راه وین میرفت، گرفتم با ساواک هم همکاری کرد یه مدتی حالا به اصطلاح. بعد اولین رئیس این تشکیلات جواد منصوریان شد که این رئیس حزب ملل اسلامی بود، به حزبی درست کرده بودن ملل اسلامی، این جواد منصوریان شد رئیس این. به پیشنهاد بهشتی و با نظارت به اصطلاح آقای هاشمی رفسنجانی که نماینده به اصطلاح دولت چیز بود، شورای انقلاب بود، آقای یزدی 100 میلیون تومان اون موقع اوورد داد به سپاه به اصطلاح. و این سپاه که علامت می‌بینی این سپاه است. اون قسمت عربی که اونجا می‌بینین از قرآن سوره انفال که شما برین آیه 59 اونجا نوشته، یعنی اونجا میگه بیاین با همدیگه جمع بشیم، نیرو جمع کنید، قدرت جمع کنید. این حالا در اون قدیم که گفتن میگم در قرآن بوده، برای این بوده که اون موقع که با کفار میجنگیدن هر چقدر نیروتون شما نیروی هم فکرتون زیاد بشه به اصطلاح واحدتون قوی تر، اون نوشته به همون صورته. اما این آقایون که اومدن این سپاه رو تشکیل دادن، این سپاه شد ایل به اصطلاح رژیم و شروع کرد با مسائلی که در درون کشور باش برخورد کردن. گروه های چپی بود، راستی بود، مجاهدین بود و غیره، با اینا البته یه دم بودن که به اصطلاح پراکنده سلطنت طلبا بودن، خیلی کم. این موقع بود که برای بار اول غربی ها گفتن ما اینا رو محک بزنیم، خاورمیانه رو چکار میخواییم بکنیم. از اون موقع بود برای این اومدن اولین بار جنگ تحمیلی رو درست کردن که ارتش عراق رو ضعیف بکنن. ارتش عراق در زمان محمد رضا شاه ضعیف‌تر از ارتش ما بود، هم نیروی هواییش هم نیروی زمینیش، اصلا سبک روسا بود و اصلا یه سر گرده ما جلوتر بودیم، از حالا تجربهشو نداشتیم از نظر جنگی ولی جلوتر بودیم. این جنگ 8 ساله خیلی چیزا به غرب آموزش داد، آموزش داد که عربا چجوری میتونن با همدیگه همکاری کنن، شیعه چجوری، سنی‌ها چجوری، و یارگیری ها رو امریکا و پنج کشور دیگه، حالا که بگیم و کشور غربی اینجوری بگم، اینا داشتن از اون موقع آزمایش میکردن و این جنگ رو 8 ساله ادامه دادن. نقاط ضعف رو فهمیدن، نقاط قدرت رو فهمیدن، نقاط توانایی های و ابتکارات رو فهمیدن، کمبودها رو چجوری برطرف میکنن، از چه راه های این اگه لازم باشه اینو برخورد میکنن. اسرائیل هم جای خودش در اون کنار بود. این شکل حقیقی مسئله بود. تا این جنگ 8 ساله که داشت تموم شد، ببخشید هنوز تموم نشده بود، سال دوم بود که برای بار اول سپاه که ایل داخلی بود به فکر ایل خارجی افتاد، اومد سپاه قدس رو درست کرد که در اساسنامه قدس، سپاه قدس اینو میدونید در 4 گوشه ایران درست کردن، در منطقه بلوچستان یکیش بود و سردار غنایی بود فرماندهشون، بعد اومدن در قسمت احمد وحیدی بود که چیز وحیدی اولین رئیسشون بود، بعد قاسم سلیمانی بعدش اومد و منتها بعد رمضان بود که 5 تا قسمت عراق خوزستان و اونورا بود، بعد قسمت شمال بود یک لشکر قدس، لشکر امکنه این لشکر کامل نیستن، بعد لشکر خارجی داشتن، لشکر 6000 که در سومالی یارگیری میکردن، از اونجا افراد رو میگوردن،
بعد لشکر 5000 بود، الان فکر کنم تا لشکر 9000 هم داره. ببخشید من لشکر خارجی که از سومالی نیرو میگرفتن نمیفهمم یعنی چی. سپاه قدس افراد غیر اینونی داره، آها، از جای دیگه میاره. مثلا در اون نارامیایی که در ایران شد بار اول، اگه اما موقع دانشگاه که شروع کرده بود که نه گروه سبز دانشگاه شروع کرد، اینا در دو قسمت تهران نیرو داشتن، یکی نزدیک فرودگاه بود، یه شرکت اتوبوسرانی بود، یه نیروهای اونجا نگه می‌داشتن، یه نیروها هم تو پادگان فرآباد نگه می‌داشتن. اینا سومالی بودن، با لباسای زره مره می‌پوشیدن، که اینا طوری بود که ظرف 4 ساعت اینا بتونن شورشی رو که در تهران میشه از دو طرف بیان و هم برس. منتها هماهنگی نبود، چون تر بود اما هماهنگی نبود، چون زبان هم دیگه نمی‌فهمیدن. بعد اینا رو بردن، یه درشو بردن قم، یه درشو بردن جای دیگه. منتها این سپاه قدس کارش این شد. سپاه قدس یه اهمیت دیگه هم پیدا کرد، چون با خارج سر و کار داشت، پول دستش بود، به تجارت عادت کرد و در ازم سیاست هم فهمید، و این پول سیاست طوری شد که احمدی نژاد از سپاه رمضان میاد، از سپاه قدس رمضان میاد رئیس جمهور میشه، الان هم در راهه. یعنی نشون میده که سپاه قدس به توانایی های دست یافت که خود خارج از حیطه آگاهیش بود، یعنی یاد گرفت و خیلی خوبم کار کرد. وزارت اطلاعات هم با اینا همکاری میکرد، وزارت امور خارجه هم همکاری میکرد، سفارت های ایران هم در همه جا با اینا همکاری میکردن. این پدیده ای که میخوام بگم، بعد از اینی که آزمایش شد 8 سال دیدن که مثلا 40000 تا سرباز مثلا مصری و کویتی و نمیدونم اینا اومدن با صدام، به حس صدام حسین کمک کردن، بیلیونا پول دادن، جپار رو شناسایی کردن. وقتی که 9/11 شد، اون 11 سپتامبر شد و بهار آزادی بلافاصله آغاز میشه، یعنی با تمام شدن با پایان دو حکومت افغانستان و عراق، این عکس العمل در مقابل دو تا ساختمان که از بین میره. بعد اتفاقاتی که در خاورمیانه میفته، ارتش‌های متفاوتی رو از بین میبرن که میتونه در جنگ آینده به در بخور باشه. چی میشه؟ ارتش سوریه به این صورت در میاد که هستش و جنگ ادامه پیدا میکنه، هنوزم در کشت و کشتاره دیگه، اونجا امریکایی نیست، اینا هم دیگه رو هم میکشن. دوم ارتش عراق از بین میره، ولی باز شیعه و سنی دارن هم دیگه اونجا میکشن. در اینجا اون کشورهای کوچک حاشیه خلیج فارس که موندن عددی نیستن و عربستان سعودی بزرگتره. الان عربستان سعودی ناچار گرایش کرنش پیدا میکنه به کشورهای غیر عربی، به البته با مصر هم در جریان است که الان هم تو مشکله، ولی به ترکیه رجوع میکنه که روش نمیشه حساب کرد، البته از ترکیه اسلحه میخره پولم بهشون میده، به پاکستان و افغانستان رجوع میکنه دیگه، اون کشورهای عربی که ممکن بود یه روز به کمکش بیان نیستن. این طرح به اسرائیل هم، عربستان با اسرائیل هم رابطه داره، بله عربستان سعودی شایده با اسرائیل رابطه داره، چون منافع اسرائیل و منافع عربستان سعودی الان یکیه، اینا دیدارهای با هم دیگه دارن و اگر اتفاقی بیفته از فرودگاه سعودی استفاده میشه و راهنمایی‌های میکنن. البته این کار مثلا در ماجرای الان شمال ایران اونجا آرامی اگه بشه، خب اسرائیل اونجاست با پول عربستان سعودی، اونجاست در آذربایجان هستش، در یمن اینا راهنمایی میکنن چیکار کنن چیکار نکنن، سیستم موشکی جدیدی که الان عربستان سعودی خریده بهشون کمک. ولی این باز میگرده به اون مسئله که ما میگیم. بعد در این وسط القاعده از بین میره، بقایایی که موندن از القاعده میان این کشورهای خارج خلیج منطقه خاورمیانه با نیروهای دیگه پراکنده که بی سرپرستن به اصطلاح شکل میگیرن، یک سازه جدیدی میشه از نظر نیرو، و این نیرو نیروی میکروبی، حالا اینجوری بخوایم بگیم، اینو نمیکشن، میذارن بمونه و این جنگ و ناآرامی رو ادامه میده. و این ناآرامی که ایران سالها با خرج بیلیون‌ها دلار ناآرامی رو در لبنان نگهداشته بود، ناآرامی رو در سومالی، در چاد، در سوریه نگهداشته بود، اینا نزدیک مرز ایران شدن. الان دولت ایران متوجه این مسئله شده که اینا چرا مرز در خطر نزدیک به ایران. اینه که تهدیدهای متفاوتی ما از فرماندهان سپاه میشنویم، از آقای خامنه‌ای میشنویم که اگر اینا نزدیک بشه، اینا آقای سلیمانی رئیس سپاه قدس از کار برکنار میشه در عملیات سوریه، هنوز مسئول جبهه‌های دیگه هست ولی از کار برکنار میشه. چرا الان متوجه شدن که ایران چند سال بی جهت پولی که باید یک روز برای دفاع از کشور خودش استفاده کنه و نیروهای زبده‌ای که باید داشته باشه تو کشورش داره در جاهای دیگه مصرف میکنه. احمدی نژاد میگرده شما این کار رو، حالا زمان احمدی نژاد بود بله. الان این اصل نیرویی که ما داریم که اون نیروهای زبده رو میفرستیم بیرون، در یمن میفرستیم، سوریه میفرستیم، در عراق میفرستیم، اینا کشته میشن و پول بیلیون ها دلار داره میره. این پول رو برای دفاع باید دیگر میداشتیم، به خاطر همین نارامی های بینه هست. حالا اما آنچه برمیگرده به این گفتگوهایی که الان در اصطلاح به صورت
گفتگوهای هسته‌ای و دربارش کمتر صحبت میشه باز به این مسئله مربوطه. در این گفتگوها داستانه یه چی نیست، چیزی که غرب داره انجام میده، حالا اسم کشور دیگه نمیخوام ببرم، میگم غرب داره انجام میده و شرق انجام میده. روسیه هم خیلی تاثیر داره در این مسئله، چین هم خیلی داره در این مسئله. برعکس اونی که در ظاهر میبینیم، اینا کاری که میکنن به این صورته، به جای اینکه خودشون دخالت کنن دارن تحریما رو برمیدارن از منطقه، با ایران کاری ندارن، میگم برمیداریم، پولم بهتون میدیم، اصلاً هم بهتون میدیم، ولی ناخواسته اسرائیل میارن جلوی جبهه. اسرائیل که گفته خب وقتی که من در خطر ببینم عمل میکنم، اسرائیل ناچار الان داره حرکت میکنه به جایی که به اون خط قرمز واقعی رسیده. حالا بتونه کاری بکنه بتونه نکنه نمیدونم، ولی چیزی که هست، به جای اینکه امریکا بیاد ایران رو بمباردمان کنه، به جای انگلستان بیاد بمباردمان کنه، با درست برعکس با دادن امتیازاتی به ایران دارن جبهه رو آماده میکنن که جبهه ناشناس برای ایران و نمیدونن این چه خواهد شد. به نظر من هنوز نفهمیدم، من ببخشید این مسئله نفهمیدم. الان در قرارداد هسته‌ای دارن به ایران امتیازاتی میدهند که این امتیازات میتونه دست ایران رو باز بکنه برای رودررویی با نظام‌های دیگر. نه، برای ببینید این تحریما رو که بردارن 65 بیلیون دلاره. بله. خب یه مقدار یک عده نمیخوان اصلا در ایران، داخل ایران سپاه نمیخواد این، یا قدس نمیخواد اصلا این تحریم‌ها برداشته بشه. چرا برداشته بشه؟ فرودگاه دستشونه، بنادر دستشونه، تجارت دستشونه، تجار ایرانی فقط خودکار میتونن صادر کنن، یا پیچ موره از تهران ببرن اردبیل رو بفروشن یا علی گودرز بفروشن. اون تجارت خارجی که احتکار شده است دست سپاه قدسه، سپاه قدسه، فرودگاه دست اوناست، بنادر دست اوناست. خب اونا میگن ما جنگ کردیم و اینا نیاز داریم و اونا نمیخوان تحریما برداشته بشه. تحریما برداشته بشه از نظر مالی ضرر میبینن، اما ایران اگه تحریما برداشته بشه نفت رو میتونه بفروشه، قیمت نفت هم میاد پایین تر چون نفت بیشتر بیاد به بازار و اسلحه میتونه با اونا بخره، پول میتونه بخره. اما چیزی که داره اتفاق میفته این باعث میشه که اسرائیل از ترسش که ایران داره قدرت میگیره و بمب اتمی خواهد درست کرد عکس العمل نشون بده. برای اینکه برای اسرائیل تردیدی نیست، برای اسرائیل نمیگم چینه، تردیدی نیست که اگه ایران داشته باشه این کارو میکنه. برای اینکه آقای خمینی وقتی اومدن سر کار از رکتور دانشگاه تهران که اون موقع رکتور پزشکی بود هنوزم هست و اونجا رو انتخاب کردن که بتونن کارهای انجام بدن در این مورد، دانشمندایی هم که این کارو انجام میدادن که بعضیاشون از امریکا رفته بودن، دانشمندای ایرانی، کوتاه‌ترین راهو رفتن و اینا مریض شدن چون سرطان گرفتن، سرطان خون گرفتن، ولی می‌خواستن در مدت کوتاهی برای جنگ بمب اتم درست کنن، نتونستن. اون سیغل کردن داخل بمب و کیک و زر درست کردن مشکل بود براشون، از بیرون هم نتونستن تهیه کنن و مطمئنن بودن که دانشگاه بمباردمان نخواهد شد. ممکن اگه یه جای دیگه باشه بمباردمان میکنه، ولی اسرائیل دانشگاه بمباردمان نمیکنه، چون اگه این کار بکنه از سوی تمام کشورهای جهان مورد به اصطلاح اینها به خاطر تماس با مسائل اتمی سرطان خون گرفتن. بله، برای اینکه با ریاکتور اون پوششایی که باید در طولانی مدت کار انجام بدن در کوتاه مدت می‌خواستن بکنن، راه کوتاهی رو برن به این امراض. یکی از اینا دانشمندا فرار کرد، اومد برای معالجه، فرار نکرد، اومد برای معالجه انگلستان و وقتی اومد انگلستان رفت آقای شاهپور بختیار رو دید. تمام این گزارشایی که الان هر چیزی که خدمتتون میگم با جزئیات نوشت داد به آقای شاهپور بختیار. اون موقع یکی از این چیزا بود یه بمب بندازن سر اسرائیل. همون موقع بود که اساسنامه سپاه قدس درست شد که شیطان کوچیک و اسرائیل باید از این بود، بعد شیطان بزرگ امریکا رو. با بودن اون نوشته و با بودن این مدارکی داد، اسرائیل از اون موقع قانع شد که ایران نهایتا هدفش اینه. الان هم بر این باوره، اینه که خیلی زیاد شلوغ میکنه، برای اینکه میترسه اگر ایران به اونجا برسه که بمب داشته باشه تردید میکنه، نمیکنه، روی ایران میندازه، بعد دنبال عواقبش هم نمیره، هر چی که بخواد باشه بشه، اینجوری فکر میکنه. و برای این خطر رو الان ما داریم میخریم. اینجوری نیست که مثلا آقای ظریف داد میکشه سر آقای جانکری، آقای جانکری جواب نمیده، براش مهم نیست، اصلا مهم نیست، اونا مثل ما فکر نمیکنن، شرقی ها غربی های تو دیگه فکر میکنن، ناراحت هم بیش نمیشن، رگ ناراحتی هم ندارن که بشن. این خطر رو داره، متوجه میتونستم بگم این به اصطلاح برداشتن تحریما و امتیازاتی که به ایران داده میشه خطر رو برای ایران بیشتر میکنه. تا الان ایران اینو متوجه شده و از دیروز پیروز تازه سیستم دفاعیشو داره
دفاع موشکش رو داره بیشتر میکنه سیستم. چون میدونید سیستم های هواپیمای ما پیشرفته نیستن، خیلی قدیمیه، ولی سیستم موشکی ما به اصطلاح خط اول دفاعی ما و سیستم موشکی ماست، چیز دیگه نیست. چیزهای دیگه که دارن به درد چیز نمیخوره. این خوشم میاد میگی ما، خب ما فرانسوی که نیستیم، ایرانی هستیم. خب بله ما نوعی میگم دیگه، ولی خیلی ایرانی هستیم. این الان این خطر رو احساس میکنن، البته سپاه بیشتر، قدس بیشتر، سیاست مداران ما کمتر. آقای خامنه‌ای هم خب خبردار چه میگذره چه میشه. ارتش ایران که کجاست بس؟ ارتش ایران اصولا وقتی لازم باشه خب بسط میاد، چند تا موزیک ارتش میذارن، چند تا سان میبینن، رژیم ایران، اینا اون مسئله حل میشه. ولی ارتش ایران نقش ایلات رو بازی میکنه برای مرزبانی. الان در مرز ایران دیگه اون مرزبانی رو دادن به ارتش ایران. ولی ژاندارمری دیگه وجود داره. چرا ژاندارمری هم هست، ولی ارتش ایران بیشتر از مرکز جایی نیست که چیز باشه. الان مثلا مستجم نیستش. نه آخه اصولا ما ارتش 20 میلیونی ما 20 میلیون که نیست که، کل ارتش سپاه و بسیج و تشکیلات همه رو بزنیم رو هم دیگه کمتر از 600,000 نفریم، 550,000 نفریم، 1,800,000 هم پشتوانه داریم، ولی اون داستان تفاوت دیگه داره. این شکل به اصطلاح کلی اتفاقاتی بود که در منطقه میفته. خب حالا واقعا الان این مسئله اتمی رو بهش بپردازیم که کمی جان کری گفته ما ممکنه بکشیم عقب، از اون طرف آقای خامنه‌ای حرفایی زدن، ظریف اومده بود توی تلویزیون، من دیدم که چه نطقی داشت میکرد به زبان انگلیسی و روی وبسایت هم دیدمش. بزرگترین مسئله است که الان امروز بعد از مسئله یونان که این اتفاق افتاد که اونا گفتن نه، من نمیدونم چرا گفتن نه، مهمترین مسئله مسئله توافق هسته‌ای ایرانه. بله جنبه خبریش، جنبه خبری. حالا وقتی انجام بشه، انجام بشه چیزی نمیشه. اگه انجام نشه چی میشه؟ هیچ. شما ببینید ایران که هر قولی بده چون یک سیاست مخصوصی رو پیگیری میکنه اون کار رو انجام میده. مثلا فردا پس فردا بگن آقا ما میخواییم از طریق سازمان ملل یا انرژی اتمی بیاییم، مثلا فرض کنیم بریم یکی از مراکز شما رو در اصفهان ببینیم، بهانه میاره میگه نمیشه اونجا، برین دو ماه دیگه بیایید، برین سه ماه دیگه بیایید. ایران دنبال تهیه بمب اتمیه، نمیگم اشتباه است، نمیگم درسته، کشوری حق داره تصمیم سیاسیش اینه، حالا درسته بعد بستگی داره در کدوم صندلی شما لو اتاق نشستین یا جنوب اتاق نشستین. چرا اینقدر مطمئنی که چی؟ که این سیاستشه. سیاستشه، سیاستش داشتن بمب اتم و به کار بردن بمب اتمه. خب اونا فکر میکنن میگن چرا مثلا پاکستان داشته باشه ما نداشته باشیم، چرا اسرائیل داشته باشه ما نداشته باشیم، ولی سیاستش اینه. سیاست به اصطلاح داشتن هسته‌ای چیزی نیست که با گفتگوها از بین بره. آقای ظریف هم که صحبت میکنه، آقای ظریف خدمتتون عرض کنم عطسه هم نمیتونه تنها بدون اجازه عطسه کنه تو این جلسات که میرن، همه چی باید با آقای خامنه‌ای. بله اگه آقای خامنه‌ای ننگه ظریف کیه که بتونه چیزی بگه. ولی به طور کلی همینه که خدمتتون عرض کردم، در هر دو حال هیچ اتفاقی نمیفته. نه در حال حالا امضا کنن امضا نکنن هیچ تأثیری نمیکنه. امریکا ممکنه برای اینکه انتخاباتش خوب باشه آقای اوباما بگه آقا ما امضا کردیم همه خوشحال بشن بیاد تلویزیون، 98% مردم امریکا هم که مثلا نمیدونن مسئله هست ایران چی، فقط ما امضا کردیم قرارداد. خب میگم ببین این با ایران هم قرارداد امضا کرد، همونجوری کوبا رو با کوبا مثلا سفارت باز میکنیم. این جنبه‌های چیزه. اگر مثلا یک حالتی باشه پیش بیاد که خطر جدی امریکا رو تهدید کنه، دیگه اوباما که هیچی، جد اوباما هم نمیتونه کاری بکنه، اون یک طرحی دارن که دیگه اصلا اوورراید میکنه اینا رو، هر کاری باید بکنن انجام بخوان انجام میدن. در ارتش ایران که صحبت میکردیم اشاره میکردی که ارتش ایلیه، یعنی از شاه حمایت میکنن، آیا ارتش آمریکا از پرزیدنت متابعت نمیکنه یا ارتش انگلستان از ملکه انگلستان متابعت نمیکنه؟ ببینید اینجا وزارتخونه است، اینجا همیشه یک نفر شخصی، در انگلستان شخصی نیست، ولی در اینجا یک نفر شخصی همیشه وزیر جنگه، یعنی ارتش رو دادن دست سیاسیون. ارتش توانای اعتراض داره،
ممکنه کار انجام نده، ولی مثلا وقتی هم بیاد بیرون اعتراض میکنه. مثلا معاون ستاد که چند وقت پیش اومده بود بیرون میگه آقا این سیاست نظامی اشتباه است، بودجه ما رو بریدن، بعد از جنگ کمترین بودجه رو داریم. همین البته میگم کمترین بودجه از 11 کشوری که پشت سر امریکا قرار میگیرن، امریکا از همه اونها بیشتره، 600 بیلیون دلار بودجهشه، 15000 تا فرودگاه داره، 7000 اصلا یک چیز استرونومیک خارق العاده است، ولی توانایی اعتراض رو داره، میتونه اعتراض کنه. در ایران وزیر جنگ مگه میتونه به شاه اعتراض کنه؟ یا آقای سلیمانی مگه میتونه، آقای فیروزآبادی میتونه بره به آقای خامنه ای بگه آقا شما اینجا اشتباه میکنید؟ نمیتونه بگه. ما در ایران شما ببینید 8 سال جنگ کردیم، ارتش‌های کشورهای دموکراتیک سیستمش بله. ایلی نیستش، یعنی نه. نیستش که اگه نه. پادشاه یا مثلا نه. رئیس جمهوری اتفاقی واسش بیفته نه. اونا از بین برن. نه خیر. بچه نیست. بعد اینجا رئیس ستاد دائم عوض میشه، هر 4 سال در امریکا باید عوض میشه، یکی از فرماندهان نیروها میاد. البته اینجا 5 به جز 3 نیرو که دارن به اصطلاح مارینز هم یک نیروی است که اونم میاد. ولی چیزی که هست تفاوت عمده اینه که در ایران در مثلا وزیر جنگ نمیتونست به شاه اعتراض کنه، یا اونی که مثلا قسمت خرید هواپیما بود نمیتونست به شاه قبلی بگه این هواپیمایی که میخریم به درد ما میخوره یا نمیخوره، این اسلحه به درد ما میخوره یا نمیخوره. این نه قدرتشو داشت نه تواناییشو داشت نه بگه. ما لشکرهایی که الان خارج از کشور داریم چه لشکرهایی هست؟ لشکر امریکا رو میفرمایید؟ نه ایران. ایران در ضمن وقتی من میگم لشکر قدس، مثلا در لشکری است به نام لبنان که مثلا در دمشق و منطقه بکا ولی در بکای لبنانه، اینا لشکر کامل نیستن. مثلا وقتی میگیم ما مثلا 6 لشکر قدس یا 7 لشکر قدس، مثلا لشکر 6000 که مثلا کارهای منفجر کردن و کارهای بمب‌سازی و اینجور چیزا، لشکر نیست، اسمش لشکره. اینا تعدادشون کمه، یعنی کل سپاه قدس که محرمانه است ولی کمتر از مثلا یک لشکر کامل میتونه باشه. عربستان الان در چه وضعیتی هست نسبت به ایران؟ عربستان از نظر نظامی، ببینید عربستان تجربه جنگی نداره، ولی اگر جنگ بین ایران و عربستان بشه، بجز یه بخش کوچیکی که مثلا ارتباط خاکی دارن از طریق عراق، اونجاها بیشتر به بنادر آسیب خواهد رسید و موشک باران خواهد شد، دو طرف هم دیگر موشک باران کنند. نیروی هوایی عربستان سعودی از هواپیماهایی که کیفیت بالاتری دارن نسبت به ما داره، ولی ما سیستم موشکیمون ولی خب خرمان ندارن عرب ها، خرمان خود عرب دارن یا من شنیدم آمریکایی ها بیشتر. نه آمریکایی گاهی پشت هواپیما میشینن، مثلا اون دو تا هواپیمای ایرانی رو که زدن چند سال پیش، اونی که زد آمریکایی بود تو پشت هواپیما. ولی خب جنگ بشه، البته اینکه عربستان مستقیم با ایران جنگ بشه نیست، اینا ممکنه در جاهای دیگه بجنگن چون کمتر میصرفه اینا با هم بجنگن، من اینکه یک حالت بخصوصی باشه، تحریکات به یه جایی برسه که مسئله اون دیگه داستان دیگه خواهد بود که اون شما میخواستید یک مقایسه بکنید بین نیروهای نظامی ایران، نیروهای نظامی عربستان و آمریکا. اینو میتونم خواهش کنم؟ بله اگر چارتی باشه، من یه چارتی بود. بله چارت هستش که نیروی هوایی رو الان گذاشته. خب الان من از اینجا امریکا. بله اون امریکا رو فقط برای مقایسه تطبیقی گذاشتم. بله توان امریکا اصلا خارق العاده است. در 1941 که به پرل هاربر حمله شد تا 1944 که یک سال پایان قبل جنگ جهانیه، امریکا 309,000 هواپیما درست کرد و به تمام دنیا داد، خودش هم داشت. مثلا تعداد هواپیماهای ایران الان 400 خورده ای، الان دقیقا نمیدونم، زیر 445-6 تاست. عربستان هم کمی بیشتره، ولی با تمام این مسائل، تمام داشتن این کشتی ها، تمام داشتن این نیروها، دو سه تا عامل دیگه هم هست که باید بهش توجه کرد. اسلاید بعدی نیروی پشتیبانی. نیروهای پشتیبانی، نیروهای به اصطلاح اون نیروی، یعنی الان مثلا نیروی امریکا ما تعدادشون کمتره، نیروی ایران 1,800,000 نفره، ولی امریکا توانایی زیر پرچم آوردن 120 میلیون نفر رو داره و
ولی این نیروهای مثلا عربستان الان بین 25 تا 50 هزار نفر نیرو پشتیبانی داره. اینها گروهایی هستن که آماده هستن. اینا نیروهایی هستن که تمرین دیدن. مثل اگه بخوایم مقایسه کنیم، مثلا مقایسه تطبیقی کنیم، مثل نیروهای بسیج و حساب، اگر در ایران نیروهای بسیجن و نیروهای دیگری که بین هستن، ماشین‌های توپدار و زرهی. بله، ماشین‌های توپدار زرهی اینا توپ هاویتسر حمل می‌کنن یا روی خودشون یه راکت حمل می‌کنن. البته این ماشین‌ها سوای اونی که رو اینا حمل می‌کنن، سکوهای پرتاب مجزا هم دارن. یعنی اینا می‌تونن مثلا عربستان سعودی این اخیراً 600 موشک خریده که شهرهای ایران رو زیر نظر داره. ایران هم البته این توانایی رو داره که عکس العمل نشون بده. تانک. بله. تانک ها ایران یه مقدار خودش تانک درست میکنه، وزیلی 2000 تا تانک داره، 1900 خورده تانک داره، عربستان کمتر تانک داره. ولی چیزی که هست فقط این ارقامه، آنچه که مهمه کاربری فکریه، یعنی مدیریته. در زمان جنگ روحیه چجوری باخته میشه، توانایی اینی که چجوری برآورد بکنن، ارزیابی بکنن، الزاما فقط این داشتن مثلا تعدادی هواپیما یا تعدادی سرباز پاسخ به مسئله نیست. شما میبینید وقتی که جنگ شده بود در بنگلادش که الان با بنگلادشه، جنرال نیازی با 120 هزار سرباز دو روز ببر به نام ببر پاکستان معروف بود، سه روز تسلیم شد. برای اینکه مدیریتش رو وقتی دید دیگه پشتیبانی نداره، با اینکه 120 هزار سرباز داشت، گفت ما دیگه نیروی پشتیبانی ندارم. یعنی بنزین چیزو در نظر بگیرید، هندوستان 7000 تا تانک داره، اما میزان مصرف روزانه نفتش از بس زیاده که اگه این تانک‌ها راه بیفتن دیگه اگه نفت نداشته باشه کاری از پیش نمیتونه بره. ولی جنگ که میشه فقط نیروهای نظامی رو به راه وا نمیسن، جاده ها آسیب خواهد رسید، منابع نفتی آسیب میرسه، صدهایی که آب و نگر میدارن آسیب میرسه، سیستم های برقی مثل جنراتور هایی که برق میدن، اینو باید در نظر داشت. بعد روحی هم باید در نظر داشت که روحی چجوری. کلیپ دیگه، کشتی و نیروی دریایی. واو، ایران نسبت به آمریکا، نه امریکا 500 تا کشتی داره، منتها توانایی امریکا اینی که الان این 500 کشتی رو داره و 20 تا کشتی هواپیما داره. امریکا ظرف 12 ماه 27 تا کشتی هواپیما بر آماده هم داره که میتونه اینا رو مسلح کنه. یعنی این 20 تا هواپیمایی که کشتی هواپیما بری که داره میتونه 27 تا به اونها اضافه کنه ظرف 12 ماه. ایران 400 تا کشتی داره؟ بله، از این 400 تا کشتی تقریبا 50 60 تاش کشتیه که کشتی توپدار، بقیه‌اش قایق و موتوری و نمیدونم از ایناست که روشون مسلسل گذاشتن قایق‌های تندرو. کشتی که می نوشتم یعنی کشتی‌هایی که شناورن، شامل زیردریایی و اینا. مثلا ما الان مثلا وقتی میگیم کشتیایی که ما زیردریایی که ما داریم، زیردریایی که از خارج خریدیم، زیردریایی کیلو روسیه. این زیردریایی کیلو روسی بهترین هدفه. یعنی در هر آب کم عمق خلیج فارس بنده اگه یه سنگ داشته باشم از اون بالا میتونم اینا رو بزنم. برای اینکه اونا عمق ندارن و اینا خیلی بزرگ، البته اینا رو کوتاه‌تر کردن یه مقداری، ولی نیست، به درد نمیخوره. تمام این زیردریایی ها هدفن، تمام بنادر ایران هدفن. ناو هواپیما بر که ما نداریم، عربستان هم نداره. البته ما یک کشتی هلیکوپتر بر داریم که 12 تا هلیکوپتر داره، هلیکوپتر جنگی داره که این اواخر هم اسم کشتیش یادم رفته، ولی این تنها کشتی هلیکوپتر بریه که ما داریم و اینو فرستاده بودیم بندر به اصطلاح عدن که برگشت. بعدی نیروهای زیر پرچم. نیروهای زیر پرچم اصلا نیروهای آماده است که آماده جنگن. امریکا خب طبیعتا بیشتر داره و میگم در شرایط حاد و اضطراری میتونه تا 120 میلیون نفر رو. ما 600 هزار نفر رو داریم؟ بله، ما تقریبا 600 هزار نفر داریم با تمام نیروها. البته نیروهای به اصطلاح خاموش هم داریم که مثلا فرض کنید روشون نمیشه حساب کرد، ولی عددن. مثلا نیروهای بسیج، نیروهای بسیج ایران وابسته به مساجدن. اینا دو گروهن، یه دشون اسلحه دارن یه دشون ندارن. اونایی که بسیج فعالن، بسیج نیمه فعالن. بسیج فعال اونایی که جوانای اصلا بین 16 سال تا 40 50 سال که اینا میرن میان مسجد مرکزشونه، اگه شرایط حاد باشه برن تو مساجد. غیر فعال اونایی که پیرزن پیرمرد تو محل شناسایی میکنه، مثلا منش میبریم توی محل رابری میگن آقا یه آدمی اومده بود ما نمیشناسیم، اینو گزارش میدن. ببینم، شنیدم که در تهران الان یا در ایران
توی هر محله‌ای چند مسجده، ولی در حقیقت میگن این مسجدها ساخته شده به خاطری که نیرو و اسلحه توش نگه بدارن و مرکز کنترلی باشه، بسیجی باشه. درسته؟ بسی 4 تا مسجد بستر، 350 تا مسجد اینجوری میتونیم داشته باشیم که 2 تا 3 تا نقطه هم در ایران داریم که مثلا یکی در یزد جای دیگه است که اینا انبارهای بسیجن که انبارهایی که اگه لازم باشه برن از اونجا اسلحه بردارن اگه نیاز به اونجا برسه. ولی 4 تا مسجد اصلی در تهران داریم، یکی در چیزر جاهای دیگه هم هست. این مساجد مرکز اینان، اینا با سیستم های اطلاعاتی و در اون مسجد کسانی هستن که با نیروهای زمین سپاه و دیگران رو اطلاعات کار میکنن. خب این فرماندهان سپاهی رو که ما در عکس ها میبینیم که بسیار تنومندن، اینا چجور نظامی هستن؟ نه من فقط یک نفر دیدم به اون صورته، آقای فیروزآبادی رو میفرمایید. خب آقای فیروزآبادی حقیقتش نمیدونم تواناییش چقدره، ولی خب اونجوری هم نیست. مثلا ما که سپاه من نمیدونم کمی پیش نشون میدادن یا اینا رژه میرفتن، اینا بلدن چیکار کنن، یعنی اینجوری نیست. خیلی جدی باید گرفت. وزارت اطلاعات ما مسئله خیلی جدیه، وزارت سپاه خیلی جدیه، قدس خیلی جدیه، کمتر از دوران قبل نیست. یعنی نباید فکر کنیم که یه آخوندن که مثلا ها اونا که آخونده تفنگ میگیرن دستش، خب اون جنبه نمایشی داره، ولی رژه‌ای که میرن تمریناتی که میکنن 8 سال جنگ دیدن و در جاهای دیگه رفتن، در کوساوا بودن، در افغانستان بودن، در پاکستان بودن، در سومالی بودن، در چاد بودن، در عراق میجنگن. یعنی باید توجه داشت که اینا این توانایی رو دارن که در شرایط حاد با فرماندهیشون اگه از بین نره یعنی کماند اند کنترلشون از بین نره، ستاد عمل اون ستادی که اینا رو نگه می‌داره، اینا رو نمیشه تکون داد. حالا شما مسئله دیگه دارید در مورد سپاه اینو سوال بکن مطرح بکنید یا من برم سوالا رو سوالایی که مردم برای من نوشتن تماشاگر اینه که من گفتم در شکل کلی بود و جنبه فلسفی و به اصطلاح روانشناسی مسئله رو خواستم از ابتدا بگم. قصدم این نبود که بگم ما اینو داریم اگه بجنگیم چنان خواهد شد. با اون نور مثلا نیروهای پاکستان چی خواهد کرد؟ این خواستم این بود که خواستم این بوده است که نشون بدم که الان یک کشوری است در اون منطقه با 80 میلیون جمعیت، نمیتونیم بی توجه باشیم، جهان هم بی توجه نیست. یک راههایی رو داره میره، ممکنه اشتباه برای در بلند مدت باشه، اما این راهی که انتخاب کرده و هیچ فکری هم اینو نمیتونه عوض کنه، من اینکه نیروی قهرانه. اون نیروی قهرانه هم در داخل ایران نداریم که اینا رو عوض کنه. سوالی مطرح کنم. الان میبینیم که گروه های قومی دارن یه مقداری شروع میکنن، همون طرحی که پروفسور لوئیز پیاده کرده بود، و دارن حرکت میکنن، صحبت میکنن راجع بهش و حتی رسانه های خارج از کشور هم بهش پروبال میدن. چقدر جدیه این ماجرا؟ ببینید ما یک اقوامی در ایران هستن که هر کاری بکنی عوض نمیشن، چون چندین هزار سال شکل اصلیش رو حفظ کردن. یک کرد همیشه کرده، کرد بیاد تهران یکم عوض میشه، ولی پاش که برسه به نقده و سنندج و اونورا دیگه همون کرده، همون لباسشو میپوشه و اینا نمیشه عوض کرد. اگر سیاستی باشه که میگن اینا زبان خودشون رو صحبت نکنن کتابان اشتباس، باید اجازه بدم. چه در رژیم قبل اشتباه بوده چه الان اشتباس، چه اشکالی داره کرد به زبان کردی در کشور خودش در منطقه خودش صحبت کنه؟ ولی استقلال خواستنشون نه استقلال خواستن، خب وقتی که حکومت مرکزی اصلا فرسوده و ضعیف میشه اینا استقلال میخوان، ولی به طور کلی اینا میدونن که الان استقلالی که میخوان استقلال تزریقی است، اجباری است. الان برای اینکه عراق به این صورت، سوریه به اون صورت در اومده و اینا اون وسط میگن فرصتی است استفاده کنیم، و اونایی که میخوان به اینا استقلال بدن استقلال مشروطه، اینا را اگه بخوان استقلال بدن اینا رو به کار وامی دارن، جنگ میکنن. مثلا الان ایران که دارن اینا رو به اصطلاح کمک های مالی میکنن و بردارن، الان مشروطه، الان ایران داره با داعش سر و کار داره، الان و ایران ابزار کار جنگیه، ایران در جاهای دیگه میجنگه، ایران داره نخبه های خودش از دست میده، ایران داره مال خودش از دست میده. ما همچین زیاد نباید از نظر فکری بگیم که آماده سیاستمون داره پیروز میشه، نه، ما وارد بازیایی هستیم، میشیم، شدیم، یعنی این موزاییکی که وارد شدیم توانایی تشخیص کجا مهره باید باشه نداریم، یک کم کم یاد میگیریم، ولی این یاد گرفتن همیشه برای ما تمام میشه، گران تمام میشه، برای اینکه اون توانایی تشخیص ما توانایی صالحی نیست. با
اجازه چند تا سوال رو مطرح کنیم تا اونجایی که بتونیم. سوالا بسیاره و فرصتی هم زیاد نداریم، 10-12 دقیقه بیشتر نیست. سعی میکنم سریع بگم. در آغاز انقلاب 6 گروه شبه نظامی در کشور هر کدام فرماندهانی مستقل داشتند. چگونه شد که این گروه ها به حمایت از گروه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آمدند؟ بله، اینا گروه های مختلفی بودن. منتها وقتی که آقای خمینی دستور داد که سپاه انقلاب اسلامی با دولت نیست و باید مجزا برای خودش باشه و زیر شورای انقلاب قرار بگیره، فتوای خمینی باعث شد که گروه های دیگر هم اسلحه رو دیگه بذارن کنار، وارد سپاه بشن و فکر نکنن که برن زیر دولت موقت. نقش جابر انصاری در تشکیل سپاه چه بوده است؟ نقشی نداشت. جابر انصاری تاجر بود، لوس‌فروش بود. منتها شاید جابر انصاری 20 میلیون تومان به روزی که هنوز آقای یزدی 100 میلیون تومان رو نیاورده بود، جابر انصاری اومد داد و آقای خمینی گفت اگر شما نیروی میخواین درست، اون موقع نه سپاهه، اگر نیروی نظام بخواین درست کنید برای خودتون اینو داشته باشین. این برای مساجد و کربلا اونجا جاها لوس میفروخت، لوس میفرستاد. برنامه هسته ایران پیش جمهوری اسلامی در چه سالی آغاز شد؟ اینو که اشاره که فرمودید است که در زمان شاه ارتش ایران توانایی بیشتری داشت یا ارتش عراق؟ ارتش ایران. آیا این شایعه که در یک دورانی لیبی و یاسر عرفات درخواست باج از ایران کرده بودند که به اعضای خاندان سلطنتی آسیب نرسونن درست است؟ نه، پول خواسته بودن و شایعه است که پولم داده شد. شایعه است یا واقعا داده شد؟ نه، شایعه است. شایعه است ولی از منابع حالا موثق شایعه است. پس پول دادن یا ندادن؟ فکر کنم دادن. مرسی. حرکت سبز ایران زیاد به طول نینجامید، اما شایعه‌ای وجود دارد که رژیم به مرحله‌ای رسیده بود که قصد خروج از کشور را داشت. درست. جدی میگی؟ بله. اگر این حرکت سبز ادامه پیدا میکرد برای چند روز، تا به مقاومت اون که ما میدیدیم تموم شده بود و رهبریت از کشور میرفت. ادامه حرکت سبز در سال 2009 تا چه حد امکان داشت موفق باشد؟ اگر ادامه میداد موفق میشد، منتها رهبریت نداشت. اونایی که رهبرش بودن رهبر نبودن. این یک حرکتی بود از بیرون ساخته شده، آزمایشی، همونجوری که جنگ های مختلف آزمایشی است. حرکت مردمی که در ایران میشه، اصولا انگلستان همیشه با مردم محک میزنه وضع ایرانو. این یک حرکتی بود، حالا یه روز جزئیات شاید بگم، الان طولانیه نمیگم، ولی محک زدن. در ارزیابی ارتش‌های جهان چه نکاتی در نظر گرفته می‌شود و چه مؤسساتی این تحقیق را انجام می‌دهند؟ مؤسسات مختلفی، گاهی اوقات سازمان‌های اطلاعاتی مخصوصاً اطلاعاتی رو می‌فرستن بیرون. مثلا CIA برابر می‌کنه ارتش ایران 28مه، بعد یه جا میگه 12مه. ترک‌ها اعتراض می‌کنن آقا چرا ما عقب‌تری، میگه خب شما 10مین. ولی چیزی که مهم‌تر است از همه، روانشناسی مردم یک مملکت رو در نظر می‌گیرن و توانایی مالی و میزان نفتی که یک کشور میتونه داشته باشه در یک جنگ برای یه مدتی. در دوران رژیم پهلوی چند ارتش بود داشتیم؟ 18. چرا آمریکا 1 میلیون نفر سرباز در خاورمیانه دارد؟ نداره. 1 میلیون سرباز نداره. رئیس گراندلوژ تهران بعد از شریف امامی چه کسی میباشد؟ تهران گراندلوژ نداشت، ایران گراندلوژ داشت. بعد شریف امامی مثلا فریمیسنی در ایران نیست. یعنی الان نیستش؟ در ضمن اون سوال قبلی که امریکا درباره امریکا فرموده بودن، امریکا چرا 1 میلیون سرباز اونجا داره؟ کل سربازای امریکا الان زیر پرچم 1,400,000 نفره. یعنی 1 میلیون. خب پیشینه اینه که گفتید گروه حقانی چه کسانی هستن؟ حقانی گروهی است مذهبی که 30-40 سال قبل از پیش آمدن انقلاب تشکیل شد، مرکزش در قم بود، یک مدرسه، یک گروهی سری، آقای یزدی، مصباح یزدی، اینجا آدم هم تو هن و اینا نظام، حافظ نظام هن از نظر روانی، از نظر شناخت مردم، از نظر خطرها رو احساس کردن و برطرف کردن خطرها. فرماندهان سپاه از این گروه هن آموزش میبینن. دقیقا معلوم نیست کیان چیان و وزارت اطلاعات فرمانده هاشون یا رؤساشون از اینجا انتخاب میشن. یک بساط حکومتی در سایه در درون کشور. آقای ناصر فیضی در یک
ایمیل سوال کردن، آیا فساد در جامعه باعث تغییر و تحول در جامعه ایران و به نتیجه سقوط یا ثبات نظام اسلامی خواهد شد؟ خدمتتون عرض کنم یکی از بزرگترین اشکالاتی که این رژیم باش روبروست بی عدالتیه. در رژیم عدالتی وجود نداره. عدالت برای یه عده‌ای وجود داره، ولی اصولا یک جامعه‌ای هستیم که امید از مردم گرفتن و این بی امیدی باعث شده که مردم تبدیل به ماشین بشن و ماشینم فکر خوب نمی‌کنه، ناراحتی عصبی داره، میخواد بچهش آسوده باشه، امنیت از بین رفته و عدالت هم وجود نداره. شعار زیاده ولی عدالت وجود نداره. راههایی که انتخاب کردن دارن میرن و بی توجهی که به این مسئله میکنن رژیم آسیب پذیر میکنه. اگر عدالت به جامعه برگرده یا بتونن با شعار نه ولی واقعا برگرده، خب تغییراتی ممکنه باشه، ولی این مسیری که الان میرن سرازیریه. سوال بعدی ایشون اینه، آیا در چشمانداز آینده ای ایران حضور و بازگشت مجدد خاندان شاهنشاهی پهلوی را پیش بینی می‌فرمایید؟ حقیقتش با داده‌های امروزی، با در نظر گرفتن ببینید دقیقی سمرقندی، کسی که شاهنامه رو نوشت بعد فردوسی اومد از اون ورداشت، 1050 بیت اون نوشته بود، زمان نوح ابن منصور سامانی، مرد زردشتی بود، خیلی شجاع و باور داشت و شاهنامه رو اون آغاز کرد. اون میگه به دو چیز گیرند مر مملکت را، یکی پرنیانی دیگر زعفرانی. بعد ادامه میده تا اونجا تیغ یمانی رو، اون زعفرانی است، یعنی با قدرت شمشیر و پول زیاد. اما در شرایط کی بوده؟ در 1000 سال پیش که سیاست‌های منطقه تأثیر نبوده، آمریکا نبوده، اروپا سیاست نبوده، سیاست جهانی نبوده. نبوده، نفت نبوده. با این شرایط امروزی، با این مدیریت‌هایی که ما در خارج دیدیم، حداقل در این 37 سال هیچ، خیر، من چنین چیزی رو نمی‌بینم. آیا فکر می‌کنید هنوز نفت نقش مهمی در جامعه ایران داره؟ بله. یک سوال دیگه هم دارم که خیلی سریع میتونیم جواب بدیم. نقش قدیروف در چچن با توجه به ارتباط تنگاتنگ با پوتین و قدرت روزافزون قدیروف در حکومت روسیه را چطور میبینید؟ این رمضان قدیروفه. رمضان قدیروف هم شخصی است که جزو چچن‌هایی است که موافق با دولته. این با چچن‌های مخالفی که در داغستان هستن نیستن. این فقط عامل اجرایی است و چیز دیگه‌ای نیست. جلسه من سوال دیگه ندارم و خدمتتون عرض کنم چون فرصت اونم دیگه کمه، جلسه بعدیمون در 3 آگوست خواهد بودش در خدمت جناب عالی. آیا موافق هستید که راجع به تفاوت‌ها و عملکرد جاسوسی در کشورهای شرق و غرب، مثلا آمریکا، تفاوت‌هاشون رو بررسی کنیم و صحبت بکنیم؟ اروپا و بله اروپا و آمریکا و بله روسیه رو ما اروپا روسیه دکتر بانبان، نمیدونم چجوری ازت تشکر کنم. من از شما تشکر میکنم. اینقدر ذهن منو باز کردی، اینقدر چیزا یاد گرفتم امروز که بی‌نظیر بود. خیلی ازت ممنونم. افتخاری بود که در خدمت دکتر بانبان بودم. چقدر توجه. اگر راجع به عملکردهای جاسوسی و مسائل دیگر سوالاتی دارید، طبق معمول برای بنده بفرستید، در برنامه از دکتر بانبان مطرح خواهیم کرد و کسب فیض میکنیم از این همه آگاهی و دانش. تا برنامه دیگر، به نام خداوند جان و خرد.